عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان حاضرین در جلسه و همینطور هموطنانی که از طریق لایو یوتیوب و همچنین اپلیکیشن کانون ما رو به صورت زنده میبینن یا در آینده ما رو خواهند دید. عرض ادب و احترام دارم خدمتشون. در خدمت شما هستیم با جلسه ویژه هماندیشی کمیته دفاع از حقوق عوام و ملل ایرانی با موضوع حق اعتراض و اینکه در کدام مقطع از تحول و انقلاب هستیم. امروز پنج شنبه 27 اکتبر 2022 برابر با 5 آبان 1401 و از ساعت 16 جلسه آغاز میشه با حضور همکاران عزیزم در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و همچنین میهمان گرانقدری که در خدمتشون خواهیم بود، جناب آقای جهانگیر گلزار، که ابتدا صحبت های ابتداییشون رو در این زمینه خواهیم شنید و سپس دوستان عزیز میتونن نظرات و سوالات خودشون رو ارائه بدن. آقای گلزار در خدمت شما هستیم. سلام دارم خدمت شما عزیزان و خوشحالم که مجددا در جمع اعضای محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران هستم و امید دارم که شما با کوشش هایی که میکنید این جنبش هر چه زودتر امکان موفقیت خودش رو پیدا کنه. بفرمایید. بله، خدمت شما عرض کنم که همونطور که از موضوع سخنرانی پیداست، ما الان در واقع در یک انقلاب هستیم، در یک تحول هستیم داخل کشورمون. از 40-41 روز پیش این اعتراض ها شروع شد و مستمر ادامه پیدا کرد. اقشار مختلف، طیف های مختلف، سنین مختلف به این اعتراض ها پیوستن و به صورت مستمر به جایی رسید که ما امروز میتونیم ازش به عنوان، اگر اشتباه نکنم، اگر شما من اصلاح کنیم، میتونیم ازش به عنوان یک انقلاب نام ببریم. آیا ما در حال حاضر در یک انقلاب هستیم یا هنوز نمیتونیم نامش رو انقلاب بذاریم؟ بله، خدمتتون عرض کنم که در یک استبداد یا غیر استبداد به گونه های مختلف میشه تغییرات رو ممکن کرد. اگر که ما یک سامانه داشته باشیم دموکراتیک، که در این سامانه دموکراتیک نمایندگانی که به مجلس می روند نمایندگان واقعی مردم باشه، یعنی این ساختار به گونه‌ای باشه که نماینده های مردم انتخاب بشن بروند در مجلس و اونها یه وظیفه دارن در حق نه از عنوان نماینده که از حقوق کسانی که به اونها رأی دادن دفاع کنن، البته از حقوق کسانی که به اونها رأی هم ندادن باید دفاع کنن، ولی این وظیفه رو دارن. اما وقتی که ما در یک استبدادی داشته باشیم مثل استبدادی که حاکم بر کشور ما هست، این نماینده اگرم بخواد نمیتونه نماینده مردم باشه، یعنی احتمالاً از طرف مردم انتخاب میشه، ولی اینکه آیا از حقوق مردم بتونه دفاع کنه جای سواله. در حال حاضر اون چیزی رو که ما 40 داریم تجربه میکنیم وضعیت اینگونه نیست. ما فراموش نکنیم تاریخ رو اونگونه که اتفاق افتاده باید ما در نظر بگیریم. اولین انتخابات مجلسی که در ایران شده با تقلب بسیار بالا شده. اولین رئیس جمهور ایران شکایت کرده که این در این در این انتخابات مجلس تقلب بسیار بزرگی اتفاق افتاده. اکثریت کسانی که انتخاب شدند اون زمان شدن از حزب جمهوری اسلامی با تقلب بزرگ برای اینکه استبداد رو قبضه کنن، یعنی قدرت رو قبضه کنن در یک استبداد نوعی. خب آقای خمینی هم گفت نه، با همین مجلس کار رو ادامه بدید، چون آقای خمینی دلش به این مجلسی بود که اکثریتش با او شدند. پس بنابراین نمایندگان نمایندگان مردم نبودن، نمایندگان قدرت جدیدی بود که در کشور حاکم شد. حالا میشه در این چارچوب تغییرات به وجود آورد؟
هر چقدر گذشته میبینیم امکان به وجود آوردن تغییرات اصولی که حقوق انسان، حقوق طبیعت، حقوق شهروندی تأمین بشه، این وی کمتر شده. کمتر شده. چرا کمتر میشه؟ چرا انسان ها برخوردار میشن؟ شکل ظاهر رو به گونه میگیرن که یعنی دارید از حقوق برخوردار میشید، به باطن نه، انسان ها برخوردار نمیشن. چون اگر از حقوق برخوردار بشن دیگه استبداد معنی پیدا نمیکنه، میشه دموکراسی. بعد یک نفر حق نداره بر جامعه حاکم باشه تحت هر نامی، بلکه نمایندگان مردم برای مدت محدود باید بیان که و مدیریت کنن. اگر مدیریت خوب انجام دادن، دو مرتبه مردم اونها را انتخاب خواهند کرد. اگر مدیریت خوب انجام ندادن، میرن کنار، یک نفر دیگر رو انتخاب میکنن مردم که او بیاید برنامه داشته باشه در جهت تحقق حقوق مداری در به اصطلاح کشور. البته میتونه برنامه هم داشته باشه ضد حقوق مثل احزاب دست راستی، ولی خب یه دیم به اونها رأی میدن که اونها بروند، به خاطر که دست راستی هستن از اونها مثلا از خواسته های اونها دفاع کنن، خواسته های اون شهروندان تندروی دست راست. اما در وطن ما وضعیت اینه که بیش از 40 ساله که ما استبداد رو تجربه میکنیم. این در این استبداد بسیاری وعده ها داده شده، از دوره رفسنجانی که گفتن ایشون امیر کبیر است و توهینی به امیر کبیر کردن که این مثل اون میخواد تحولات به وجود بیاره، وضعیت بسیار بحرانی برای کشور ساخت. و بعد از او تا به امروز، قبل از اونم همینطور البته، ولی از دوره ایشون تا به حال میبینیم که دروغهای بزرگی به مردم گفته شده تحت نام اصلاح طلبی. اکثریت جامعه ایران رو اینها آنچنان در بمباران اطلاعات غلط مردم رو اسیر کردند که تصور بسیاری بر این بود که نه آقا، با کمترین هزینه بیشترین فایده رو خواهیم داشت. امروز جامعه برخواسته دیگه، اصلاحات میگه بی اصلاحات، یعنی یک شعاری میده، هم اصلاحات رو نمیپذیره هم طرف مقابلش رو، هر دو را حذف کرده. شعارهای بسیار این جامعه میده، برخلاف تصورات کسانی که تبلیغات تلویزیون های خارج کشور پشتیبان اینها بود، با سرمایه های بالا، با تعداد کارمند های بسیار، و اونها نوید این رو میدن که در کشور به اصطلاح یک تحولی خواهد شد و ما آینده تحول رو در دست داریم، میبینیم جامعه جوان اومده به میدان و در حقیقت پشت پا زده در حال حاضر به تمام اون صحبت ها. چرا؟ برای اینکه شما در یه جامعه فرق نمی کنه اون شخص کی باشه، با چه طرز تفکری باشه، اجازه نیست از لحاظ کسانی که دفاع از حقوق میکنن حق حاکمیت همه کشور رو بگیرید در اختیار یه نفر قرار بدید. حسن این چیه؟ یه سوال دیگه. حسنش چیه؟ که ما بگیم همه اختیارات رو میدیم دست یه نفر دیگه، از آقای شاه گرفتیم دادیم دست ولی فقیه و دادیم دست ولی فقیه مطلقه، حالا یه عده میگن نه بردارید بدید دست یک آدم دیگه. حسنش چیه؟ حسنش اینه که اون نماینده مردم نیست، یعنی ای بشه، حسنی نداره. حسنش اینه که برای اون کسی که میخواد به قدرت برسه میتونه قدرت جدید رو تصاحب کنه و بعد به یه شکل جدید همین ستون پایه‌های قدرتی که در ایران ساخته شده رو به نفع خودش استفاده کنه که بتونه ادامه حیات بده. پس مهمترین قسمت اینه که مردم آزاد بشوند از روابط خشونت‌زا، و شعارهایی که در ایران داده میشه در حال حاضر هیچ گونه استبدادی رو مایل نیستن که سر تعظیم در مقابلش فرود بیارن. این یک ارزش فوق‌العاده داره برای یک جامعه‌ای که 40 ساله در استبداد، 20-25 ساله تبلیغات میشه که نه، اگر اینها برون ما میاییم، و تصور بسیاری برای اینه که واقعا اونها میخوان بیان و یه جامعه میاد نفع میکنه همه اینا.
تا امروز نفی کرد. خب بعد در چه مرحله هستیم؟ برای اینکه یک انقلاب اتفاق بیفته 6 مسئله باید حل بشه، ممکن بشه. یکی اینکه خواسته های عمومی که آغاز جنبش هست، آغاز انقلاب هست، اول جنبش دیگه، که اینها خواهان تغییرات هستن. تغییرات هم اصلاحی نمیدونن، مثل سال 88 که بیان بگن رأی من کو. مردم فریاد حق طلبی میدن، میگن جنایت، فساد، هر نوع مسئله که در کشور میفته، مثل الان جنایتی که کردن در شیراز، اینها رو میگن مقصر اصلیش این استبداده. چرا میگن استبداده؟ اگر این یکی از خارج اومده و بانی این شده، یعنی خارج از این سیستمه، از خارج از ایران اومده کشته، و این چه سیستم امنیتی است که هم ما یک سازمان امنیت داریم، هم یک رکن دو داریم در ارتش، هم 16 تا حراست داریم، هم واواک داریم، یکی راحت میتونه وارد یک جایی بشود که جمعیت زیادی هست، اونا رو بکشه. این وقت رژیم پاسخ بگه، تازه طلبکار مردم هم میشه. چرا باید طلبکار مردم بشی؟ مردم باید طلبکار شما بشن که چرا هموطنان در یه صحن زیارتگاهی باید کشته بشن؟ خب شما هم میخواید جنایت رو شروع کنید، در حقیقت خواستتون اینه، استبداد مایل به شروع جنایت تا بتونه جلوی جنبش بگیره. اما جنبش شروع شده، جنبش شروع شده، شعارهای شفاف میده، شعارهای شفاف میده در بیش از 60 دانشگاه و در بیش از 100 شهر در کشور. شعارهایی که داده میشه شعارهای نفی نظام است، به عنوان یک مستبد بزرگ نفی نظام است و او رو نفی میکنن. پس این آغاز جنبش است. اما هر جنبشی استقامت و تداوم میخواهد. میشه در روزهای اول اون شکستش میتونه تداوم پیدا کنه. اگر این شعارهایی که میده شعارهایی باشه که دفاع از حقوق نکنه، محوریت استبداد رو هدف قرار نده، میتونن سرکوبش کنن، یعنی مردم رو میتونن دل سرد کنن، مردم رو میتونن بترسونن، مردم رو انواع و اقسام سانسورها بهشون وارد کنن و با خشونتهای تفنگ ساچمه‌ای و گلوله پلاستیکی و گلوله مستقیم، که دیروز یک دانشجوی از ایران به من گزارش داد که امروز قراره که کسی سر کلاس‌ها نره و در تجمعات گفتن شرکت نکنید که اگر بکنید تیر مستقیم میزنید، و مشخص شد که تیر مستقیم رو هم استفاده کردن دیگه، با تفنگ ساچمه‌ای براشون کافی نیست. البته تفنگ ساچمه‌ای نه فقط برای اینکه نکشه، مسئله اینه که جمعیت رو با یه تیر به مقدار زیاد آدم‌ها رو زخمی کنی و اینا رو ناکار بکنی، نتونن بیان دو مرتبه در تجمع شرکت کنن. هدف اینه که استفاده میکنن، نه از روی دلسوزی است. میگه با یک تیر میتونی 50 نفر رو مثلا از مقاومت بندازی، تا اینکه یک نفر رو بکشی و به قول معروف خودشون میگن مثلا این شهید بشود و مردم برخیزن. نه، هدفشون اینه، اما پیامشون اینه که خشونت رو بیشتر خواهیم کرد. همین کار هم خواستن بکنن. پس استقامت و تداوم خیلی مسئله اساسی است. حالا میبینیم دیروز که 40 روز بوده، یک تفاوت عمده هم هست با سال 57. سال 57 مردم از 40 به 40 میمدن در خیابونها، اونم شهر به شهر، نه همه شهرها. اینجا الان جنبش هفته به هفته هست و مردم به صحنه میان برای یک تغییرات اساسی رو خواهان هستن. و امروز دیروز که 40 بوده، میبینیم ابتکارات جدیدی به خرج دادن دیگه. مردم با هم دسته‌ای نمیان، بلکه به صورت صف طولانی که غیر قابل در حقیقت سرکوب بشه و بشه به اونها حمله کرد، این عمل رو انجام دادن. میبینیم شعارهای دفاع از حقوق هست در سطح ملی و یگانگی جستن در سطح ملی، و شهرهای مختلف و دانشگاه ها هم به اونها پیوستن. پس بخش دومی که استقامت باشه و تداوم و مبارزه، این رو هم پشت سر گذروندیم. همگانی و سراسری شدن جنبش،
این هنوز صحبت هست راجبش، برای اینکه اون افرادی که سن 30-35 سال هستن تا 60 سال و به بالا، تعداد اینها هر روز داره اضافه میشه به جنبش، ولی هنوز همه شرکت نکردن. از طرف دیگه باید فراموش نکنیم که جنبش و کلیت این انقلاب هنوز جوانه، هنوز در روزهای اولیه هست که داره حرکت میکنه، ولی سرعت حرکتش خیلی شتاب داشته، قابل مقایسه با بسیاری از کشورها نیست، مخصوصا که با یک استبداد مخوفی که در این کشور که کشور ما هست حاکمه و اجازه تا به امروز نداده و ابزار زیادی عوامل مختلف به وجود آورده که بتونه هر جنبشی رو سرکوب کنه در شکل‌های مختلفش. والا این مردم تونستن به مقدار زیاد همگانی و سراسری بکنن جنبش رو، اما بخش های مختلف میپیوندن. حداقل در فیلم هایی که به دست ما میرسه ما میبینیم که زنان و مردان بسیاری در این جنبش شرکت میکنن که سن بالاتر دارن، مادران و پدران هستن، و اعتراضاتی که میکنن در حقیقت انتقال میدن یک نوع تجربه انقلابی که درش شرکت کردن و تا به امروز جنبش های مختلف رو به نسل جوان و پشتیبانی میکنن از نسل جوان. خب بسیار بسیار ارزنده است، اما داریم تحول میکنیم. مسئله بعدی، وقتی همگانی شد و همه پیوستن، باید پیروزی ممکن بشه. یعنی اینکه نیروهای سرکوب بپیوندن به مردم. قرار نیست که جامعه ایران جامعه کشتارگاه بشه، بگه که هر کی مخالف بود من میخوام سرشو ببرم، که نه، قرار بر این نیست. قرار بر اینه که جامعه از این خشونت بیش از حدی که برش حاکم شده نجات پیدا کنه. اون نیروهایی که تا امروز در خدمت استبداد هستن بپیوندن به مردم. این نیروی انتظامی که وظیفش در خدمت مردم بودن هست، نه در خدمت استبداد، بپیونده به مردم. تا به حال ارتش نقشی رو نداشته، سپاه اگر هست در لباس سپاهیگری نیامده وارد مسئله بشه، و این امیدی است که جنبش آنچنان سرعت داشته باشه که این بخش از جامعه نظامی کشور به جای اینکه بیان به دفاع قدرت حاکم که آقای سید علی خامنه‌ای باشه و بیت قدرت او، بپیوندن به مردم. خب اون موقع پیروزی به وجود اومد. اما مردم بسیاری از شعارها دادن و هنوزم بخشی از شعارها داده نشده. اینکه بگن توپ تانک فش بشه، آخوند باید گم بشه، این هنوز جدایی بنیاد دینی از دولت نیست. این رو ما 40 سال و بیشتره که داریم میگیم، حداقل 60 ساله که شعار طرز تفکری که من به او قائل هستم جدایی بنیاد دینی از دولت رو خواهان هست، دولت ملی رو خواهان هستیم ما، دولتی که همه انسان‌ها با طرز تفکرهای مختلف در تحول جامعه نقش داشته باشن. خب این فعلا که تا امروز نبوده، در شعارها باید بیاد، شعارهای کاملا شفاف تا مشخص کنه نوع جمهوری رو مشخص کنن با چه نوع خواسته هایی. هنوز نفی میشه شعارهای بسیار، این که ما چه میخواهیم کمتر گفته میشه، آزادی 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 گفته میشه، ولی هنوز استقلال و آزادی مشخص نیست، چون استقلال و آزادی رو نمیشه از هم جدا کرد. میتوانن کسانی بیایند بر سر قدرت که بگویند بله ما مدافع آزادی های شما هستیم، ولی فعلا استقلال رو زیر پا بذاریم طور نیست، با این زد و بند کنیم، با اون زد و بند کنیم، با اون زد و بند کنیم، به مجرد که این کار رو بخوام بکنن آزادی ها از بین خواهد رفت. خب اگر که تسبیح که خواسته ها بشود، که این مراحل بعدی جنبش هست، باید به این تحول هم برسیم در هفته های آینده، مراقب از دستاورد ها و استمرار خواسته های خودمون باید باشیم. این خیلی مسئله اساسی است. این خیلی مسئله اساسی است. ما 3 انقلاب کردیم در 100 سال گذشته، در این مرحله یه عده اومدن و ما را ناکام کردن. حداقل اگه به سال 57 برگردیم، میبینیم آن خواسته هایی که عموم جامعه ایران با اون همزبان بودند،
هم شعار بودن، خواهان او بودن، خواهان جامعه خواهری و برادری بودن، دوستی بودن، نبود تبعیض بودن، زن آزاد هست، احزاب آزاد هستند، رسانه ها آزاد هستند و غیره. اینها رو در حقیقت یه عده اومدن به قول معروف زپ شرعیش کردن، همه رو از بین بردن و هم جامعه سیاسی، همین که جامعه شهروندان ایرانی چون تجربه کمی داشتن، مخصوصا شهروندان در این قسمت نتوانستن استوار بیستن و از حقوق خود دفاع کنن و بگوین شما حقی ندارید که بیایید و بر ما ولایت بخواید داشته باشید که یک کسی بشه ولی فقیه مطلقه. بسیاری تصور میکردن که نه، آقای خمینی یه آدم آنچنان عارفی هست که این دستش به جنایت نمیره و متاسفانه بسیاری از فریادهایی که در اون زمان هم زده شد اینها رو یا کشتن یا محکوم کردن یا ترور کردن یا کودتا کردن علیهشون و اجازه ندادن که این صداها شنیده. پس بنابراین اون قسمت ششمی که هر جنبشی داره، هر انقلابی که در حال حاضر در حال انجام اون هستیم، این همین هست. یه چیزی که خیلی مهمه و دوست دارم راجع به اون هم در پایان صحبت کنم، ببینید انقلاب ها نمی میرند، انقلاب ها تکامل پیدا میکنند. آن خواسته هایی که استقلال و آزادی طلبی بوده در دوره مشروطه همونها تکرار شد در دوره مصدق. خواسته ها همونها بود، آزادی خواهی همونها بود، استقلال طلبی هم همونها بود، اما تحول عمده‌ای کرد. احزاب نقش پیدا کردن، رسانه ها نقش پیدا کردن، یک مدیریت جمعی در جامعه به وجود اومد و یک به اصطلاح عرق ملی امکان تحولات بزرگی رو ممکن کرد. در سال 57 چیه؟ ببینیم باز همون خواسته هاست، فقط آقای خمینی از خواسته 20 که در حقیقت عفو عمومی بود اون رو زیر پا گذاشت، اومد در ایران و شروع کرد به کشتار و جنایت. اما میبینیم تمام اون خواسته هایی که 19 خواسته ای که دفاع از حقوق زنان هست، احزاب هست، رسانه ها هست، در آزادی، استقلال وطن هست از زیر سلطه خارجی و در حقیقت رشد طبیعت ایران هست و عمران طبیعت ایران هست، انسان ها از حقوق شهروندی خود برخوردار بشن، اینها تک به تک همخوانی دارد با انقلاب 57. ولی مردم یک پختگی بالاتری پیدا کردن و اون که دیگه گول این که بیاید بنیادهای دینی و به عقیده من بنیادهای ایدئولوژیک حق دخالت در دولت رو ندارن و دولت‌ها باید آزاد و مستقل باشند در اینکه در حقیقت قانون اساسی رها باشد از بنیادهای دینی و تفکرات دینی، بنیادهای ایدئولوژیک و تفکرات ایدئولوژیک، بلکه بستری باشد از حقوق که همه بتوانند در اونجا برخوردار بشوند از حقوق خود و نمایندگانی که انتخاب می‌شوند در هر بخش از قوه قضاییه، مجریه، مقننه و غیره، اینها در خدمت مردم عمل کنند. بعد ما اون قسمت ششم که مراقبت از دستاوردهای انقلاب هست و خواسته ها رو ممکن کردیم و یک کشوری آزاد و مستقل شده. اینها که توضیح دادم نه برای ترس از این که خیلی کار داریم، نه، این کارها رو بخش عمده شو ما قبل از این که به این تحول برسیم پیش بینی کردیم، نوشتیم، تحریر کردیم و به عنوان یک تز در اختیار و یک پیشنهاد بزرگ در اختیار ملت ایران هست. مهم اینه که جامعه بیستد و دفاع کنه از حقوق خودش و در دام استبداد نیفته. روش‌های خشونت، تولید خشونت میکنه در استبداد رو جامعه انجام نده، بلکه کاری که تا به امروز کرده، دفاع کرده از حقوق خودش، ایستادگی کرده در مقابل نیروهای سرکوب و خواهان آزادی شده. دیروز یک فیلمی اومده بیرون که نیروهای سرکوب ایستادن و چند تا خانم، اول کار یه خانمی بی حجاب جلوی اینها وایساده و به اونها داره حرف میزنه. این دیگه اوج تحول است که کسی تصور نمیکرد نیروهای سرکوبی با
آنچنان با اون لباس و اینها بیستن و اینکه همیشه یک وحشتی از اینها بود، زنان با مقاومت خود و مردان با مقاومت خود اونها رو در حقیقت از اون خشونت خودشون خالی کن. خیلی ممنون از حوصله شما و میکروفون آزاد میکنم. من از شما ممنونم آقای گلزار عزیز. من اگر دستم رو بالا بردم خواستم که دموکراسی رعایت بشه، چون من نظراتی داشتم در مورد صحبت‌های شما. دوستان هم اگر بعد از صحبت‌های من نظراتی یا سوالاتی دارن میتونن با علامت دست نشان منو یاری کنن. من در دلال صحبت شما به چند نکته اشاره کردید، یعنی چند بخش داشت به نظرم صحبت شما. یک بخشش در مورد شعارها بود که شما فرمودین. به نظرم میاد که خب اصلی ترین شعار این جنبش 40 روز گذشته که جهانی هم شد، زن زندگی آزادی بود، که فوق‌العاده شعار جامع و کاملی بود و زیبا و یکی از شعارهایی که کمتر بهش پرداخته میشه و من خیلی این شعار اتفاقا دوست دارم، این که می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم. این نشون میده که معالات این شعار قبلا هم بود ولی نشون میده که مردم میدونن که آقا کشورشون غصب شده، این مردم به نوعی گروگان گرفته شدن. این یکی از شعاراتی است که من زیاد میشنوم توی فیلم هایی که میاد، بنابراین و خیلی هم به نظر شعار زیبا و جالبیه. یکی از این شعارها که شما گفتین در مورد شعارها، این شعار هم خیلی برای من جالب بود. این نظرم بود البته. اما در مورد قیاس شما با این جنبش با جنبش قبل، یا اینکه شما میگین که اگر اشتباه نکنم شما این مدلی فرمودین که مردم همچنان دنبال رو اون انقلابی است که در سال 57 رخ داد، ولی من خودم شخصا دارم تو فضای مجازی که میگیرم میگردم، مخصوصا نسل جوانتر، نسل دهه 70 و 80 به این ور، اتفاقا اصلا و ابدا دنبال اون انقلاب 57 نیستن و اونو به کل منتفی میدونن. خیلی توییت های مختلف توی فضای مجازی، پست های مختلف من در این باره دیدم. بله. حالا برخلاف این که اینم بگم که برخلاف این که خب یه بخشی از کسانی که انقلاب 57 رو رخ دادن همیشه نسل بعد از خودشون، یعنی نسل ماها و نسل بعد از ما رو به نوعی پس زدن، یعنی نخواستن ما رو بشنون، این واقعاً این یه واقعیتیه که وجود داره. این برای خود من بارها اتفاق افتاده، ولی نسل امروز میگن نه، ما با همه میتونیم تعامل داشته باشیم، گفتگو کنیم، اما اهداف خودم رو پیش میگیریم و پیش میبریم. شاید یکی از موفقیت های نسل امروز که این جنبش داره پیش بره همینه که به هیچ طیفی وابستگی پیدا نکرد یا به حرف هیچ کدوم از طیف ها و جریان ها به قول معروف نپرداخت. این نظر من بودش. حالا دوستان دیگه هم اگر نظری دارن رو تان بفهم. اگه اجازه داشته باشم راجع به نظرتون یه کوتاه نظر خودم رو میدم. ببینید، تجربه های تاریخی هیچ وقت اینها از بین نمیرن، کامل میشن. مثلا انقلاب فرانسه حدود 300 سال پیش انجام گرفت. مردم امروز فرانسه چی میگن؟ هیچ وقت نمیگن بعد از انقلاب فرانسه روسپیر اومد، چه جنایت ها که دو مرتبه ناپلئون اومد، خواهان پادشاهی ناپلئون شد در سطح اروپا، چقدر تخریب ها و جنایت ها کرد و ما 5 دفعه قانون اساسی عوض کردیم، تحول ممکن کردیم. نه، میگن انقلاب فرانسه، با اینکه 3 تا خواستم بیشتر نداشتیم. حالا ما در انقلاب خودمون 20 خواسته رو دنبال بودیم. انقلاب ها که از بین نمیره که. مثلا من بگم پدر بزرگم هیچ نقشی در زندگی من نداره، مال نسل 3 تا قبل از من. نه، داره. 300 سال قبل هم تأثیر داره، همطور که فردوسی و حافظ و سعدی و بگیره. شما هر چقدر برید عقب‌تر تا داستان‌های اساطیری نقش در زندگی ما داره. یه موقع هست شما میگید که انقلاب 57 مساوی است با آقای خمینی و این آخوندهایی که بر کشور حاکم شدن. خب من هم شدیداً باش مخالفم.
اینها یه انقلاب رو دزدیدن، به ضد انقلاب تبدیل کردن. امکان نداشت اگر آقای خمینی میگفت من میایم در خصوص زنان اجازه نخواهم داد که پول رو بوشه پوشش خودتون انتخاب کنید. شما تصور میکنه دیگه زنی در سال 57 میاد در تظاهرات شرکت کنه؟ امکان نداشت. بخیل که به خودمون نیستیم که میگفت اگه من بیام قیمت ها اینطوری خواهد شد. یک نفر حاضر نبود که ادامه بده. اگر من بیام روحانیت رو حاکم کنم. آقا تعهد سپرد که من میرم قوم، تعهد سپرده میرم قوم، روحانیت شرکت نمی کنه. حالا چون ما بعد از تجربه هستیم میگیم عجب چه شکلی مردم اون زمان گول خورده. حالا چون تجربه شده میفهمیم ای بابا میشه گولم زد. اون زمان همه باور میکردن که تعهد سپرده و جلوی جهان تعهد سپرده خواهی میره. پس مردم مطمئن بودن در دوره مصدقی روحانیت فساد بزرگی رو انجام داد، این دفعه ایشون تعهد میسپاره میره، پس میتونن بقیه کسانی که متخصص هستن کشور رو آباد کنن. نکرده. اما اون خواسته ها که جای خودش هست، مردم که فریاد زدن استقلال آزادی، الان این شعاری که داده میشه آزادی آزادی بگو آزادی آزادی آزادی، این همین رو زمان انقلاب 57 همین با همین رید آزادی 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 بگو دو مرتبه مردم فریاد میزدن، ماها فریاد همین رو میزدن. بعدها تبدیل شد استقلال آزادی، بعدها تبدیل شد استقلال آزادی جمهوری، بعد شد یه صفت بهش اضافه کردن گفتن اسلامی میکنیم. اسلام رو هم مردم تصورشون این بود که عدالتی را ممکن میکنه و اینکه آقای خمینی میره و در قوم و آخوندها دیگه شرکت نمیکنه، این شکلی میدیدن، این شکلی یه همیشه تصور بود. اینه که انقلاب ها مثل هر حرکت اجتماعی از بین نخواهد رفت، همینطور که حرکت هایی که تو دوره شاه شده فراموش نمیشه، تو دوره پدر شده فراموش نمیشه، تو دوره قاجار شده، اینا تاثیر گذاشته. نمیتونه یه کسی بیاد بگه من چون شدم شاه 6000 آبادی رو از مردم میگیرم به نام خودم میکنم و این فراموش. تاثیر اساسی در اقتصاد و تحول یک کشور گذاشته تا به امروز. پس بنابراین اون که من دارم میگم خواسته های مردم هست، وگرنه عمل کرده آقای خمینی تا به امروز همش ضد انقلابه، ضد خواست مردم. حالا مردم حرف زدن، ایشون شروع کرده با آوردن آقای لاجوردی و گیلانی و ری شهری و داستان های جنایتکار اینا بودن و خلخالی آدم کشته، هیچ کس هم جلوشون نتونسته وایسه. تا اومده تا به حال هر کسی دخالت کرد کشتن. خیلی بگیم به همین راحتی. خیال نکنید که الان ما توی تحولی هستیم، نسل جدید، اینهایی که داریم تکرار میکنیم برای که دیگه گول نخوریم. حق حاکمیت از آن همه ملت هست، هیچ کس حق نداره این رو از آن خودش بکنه، به هر صفتی اجازه نداره. استقلال این کشور مال مردم این کشوره، هیچ کس حق دخالت برای اینکه منافعی در وطن ما داشته باشه نداره. این رو باید صفت باید ازش دفاع کرد. حقوق ما حقوق همگانیست، هیچ کس حق تعدی به این حقوق نداره. اما اگه اولش توجیه کردیم انشالله طور نیست و فردا طور نیست و حالا گفتن روسری ململ بکنید خوشگل میشید و فلان، میشه یه چیزی که نباید بشه. عکسش هم میتونه اتفاق بیفته، خیلی چیزا میتونه اتفاق بیفته. و مهمترین قسمت اینه که ما بایستیم دفاع کنم. حالا نسل جوان میگه که پدراشون اشتباه کردن. خب اگه پدرها اشتباه کردن که تو صحنه نمیمدن، کی تجربه ها رو انتقال داده به فرزندانشون؟ همین پدر و مادرها که هی تکرار کردن آقا ما یه انقلاب کردیم پدر ما رو در آوردن. این رو هزار بار یه میلیون بار تو خانواده هاشون تکرار کرد و این نسل جوان الان میگه من نمیخوام اون رو تکرار کنم. بسیار مسئله ارزنده ایست، اتفاق افتاده، خیلی با ارزشه. حالا میگید نسل قدیم، ببینید نسل قبل از شما که پدران مادران شما باشن و نسل من باشن، اینها در استبداد زندگی کردن، با دو زبان سه زبان زندگی کردن. تو خونه یه چیز گفتن، به دوست آشنا یه چیز گفتن، به استبداد سر کار یه چیز دیگه گفتن، بچه هاشون یه چیز دیگه یاد گرفتن.
اومدن یواش یواش گفتن این شکلی نمیشه زندگی کرد، ما میخوام دوستی اجتماعی پیدا کنم، دختر پسر میتونم با هم دوست باشم، برم بگم بیام بخندم، مسئله نمیخشه دخالت در امور اینکه من چه رابطه عشقی سکسی جنسی هرچی داشته باشم، و اینکه روابط اجتماعی از کی تا حالا باید همش تخریبی باشه و من بخوام ضایع بشم. یه تحوله پدر مادرهای رو نه انجام ندادم، نسلهای قبلی هم انجام ندادم، نسلی که امروز هست این تحول رو در کنار پدر مادرها رفته تجربه کرده و حالا پدر مادرها یه جرأتی پیدا میکنن که اگر ما همراهی کنیم تحولی ممکن میشه که احتمالاً یک استبداد نوعی بر ما حاکمه، ولی حق دارن پدر مادرها بیش از حد بترسن، چون که یه تجربه خیلی بدی رو پشت سر گذروندن، یک عمری رو در استبداد گذروندن. بفهم من خواهش. بله ممنون از شما جناب آقای شفایی. میشنم شما بفهم. سلام دوستان، خسته نباشید. من در واقع به نوعی صحبت آقای گوزار رو تایید میکنم، چون اگر اون انقلاب نشده بود الان این آگاهی تا اینجا نیومده بود. یعنی اون انقلاب در واقع یک حرکتی شد، این حرکت روی ذهنها کار کرد، حالا یه عده سوء استفاده کردن، مثل در واقع ملاها که الان هم بگیم اماهاشون میندازن زمین ملت و اینا، حالا بماند. این سوء استفاده که شد باعث شد که جامعه روشن‌تر بشه. یعنی الان یه درکی وجود داره که میتونیم انقلاب کنیم، میتونیم ایجاد یک به قول معروف جامعه سالمی داشته باشیم، دیگه اون تجربه قبل نشیم، گول نباید بخوریم. ببینید دوره پهلوی وقتی که وجود داشت، ما با گفته دو تا کلمه یک آخوند، یعنی یک مثلا مثل خمینی برگرده بگه که من حقوق بشر رو رعایت خواهم کرد، من به زنان آزادی خواهم داد، زنان عین مسئله حقوق بشر اجرا خواهد شد. در آبان ماه بود، اوائل آبان ماه بود، در فرانسه گفت، ما هم شنیدیم، باورمون این بود که وقتی یک آیت اللهی، یک روحانی مبارزی یک حرفی میزنه، آدم جدی، یعنی آدمیه که کارش انجام میده، حرفش رو میزنه. الان دیگه باور نمی کنیم. یعنی نه من، نه نسل من، نسل شما، نسل حتی 10 ساله هم باور نمی کنن که الان سلام فرمانده شون هم در واقع نوش عوض شده. چرا؟ چون دیگه باورشون اینه که اینا یک جماعت دروغگوی هستن که هر لحظه برای منافع خودشون تغییر ماهیت میدن. و فراموش نکن انقلاب یا هر حرکتی، هر اتفاقی که میفته در جامعه یک پیامد داره که در حرکت بعدی دیده میشه. شما همین از اول انقلاب اگر نگاه کنی، بعد از انقلاب کلی حرکت اتفاق افتاده. حالا کشتار سال 67 هستش، کشتار دهه 60 هستش، دهه 70 هست، اومدن آقای رفسنجانی هست، بعد دیگه عرض کنم، یعنی اینا همه اثرگذار بود روحیات آدم ها. و اومدن آقای خاتمی در واقع تأثیر گذاشت، اسم اصلاحات اومد، یک تحول ایجاد کرد، بعد بحث 18 تیر رو، بعد 9 شهریور در خرم‌آباد و و و و تمام این حرکت ها دونه دونه، یا حتی بعد از سال 88 تمام اثرگذار بوده تا الان جامعه به این رشد رسیده که دنبال حقشه. یعنی الان همه دنبال حق طلبی هم، همه دنبال حقوق واقعیشون هستن، حقوق اصلیشون هستن. حالا همه که من میگم اونایی که تو خیابونن، حالا یه عده هنوز تو خونه هن، هنوز متوجه نیستن یا فرصتشو ندارن یا واهمه دارن، هرچی از خودشون میدونن مسئله خودشون، ولی این جماعت که الان تو خیابون هستن خواستشون مشخصه دیگه. خواستشون نیستش که حسن بره حسین بیاد، خواستش که آقا نظام باید بره، یک تغییرات ریشه‌ای در جامعه ایجاد بشه. و مثالهایی که میزنن اصلا من شهامت این خانم هایی که میبینم اصلا ایول میگم. یه خانم نشسته روی سکو، 10 تا 12 تا سربازا جلوش ایستادن، میگه که من یک سگم، میکشمتون، دنبال مثل موش برید یه دنبال یه جای بگردید. یعنی اصلا
راحت داره آدم رو تهدید میکنه. این شهامت پیامد اون شهامت هاست، پیامد اون اتفاقاتیه که دونه دونه افتاده. اصلا فاصله ایجاد نکنید، گول این صحبت ها رو نخورید، چون من اصل قضیه رو میدونم. اصل قضیه اینه که یک دولت پهلوی بوده که اصلا با یه بدنامی رفت. حالا برای اینکه بعد از 7-8 سال که اصلا نبود، عملا از سال 78-80 اینا را افتادن که اومدن گفتن دوباره رضا شاه بیاد. خود پسر پهلوی هم اصلا گفت من اصلا کاری نیستم، من دارم زندگیمو میکنم. تا سال 1990 که بوش پسر که اومد، این دوباره زبون وا کرد، دوباره دعوتش کردن، دوباره اومد. من اینایی که میخوام بگم اینا حاصل تجربه هاست. این که الان این صحبت ها رو میکنن، میخوان اعتبار بدن به پهلوی و بی اعتبار بکنن اون جنبش یا اون انقلابی که اتفاق افتاد و کلی ذهنها رو دگرگون کرد، نه فقط ذهنهای جامعه ایرانی رو، جوامع دیگر هم اثر گذاشت. کلی از جوامع از این اقدامی که در دوره انقلاب اتفاق افتاد ازش استفاده کردن، نمونه شد براشون. همینی که الان نمونه شده، همین که الان زن، زندگی، آزادی نمونه شده، اون هم بوده، این پیامد اونه. یعنی اینا فاصله رو نذارید. ببخشید من زیاد صحبت کردم، ببخشید. من یه چیز رو فراموش کردم راجع به شما آقای شایگان که گفتید اون شعار محوریتون، اون شعار محوری زن، زندگی، آزادی شده شعار محوری نه در ایران، شعار جهانی شد. چرا؟ برای که در یک استبدادی که 40 و چند سال زن رو ضعیفه میدونه، زن رو تحقیر میکنه، میگه اغوا پذیر است، اغوا کننده است، این باید در زیر چادر باشه. یکیشون میاد میگه مثل شکلات میمونه که اگه بسته بندیش کنی بهتر میمونه. اون یکی میاد هر کدوم یه حرفی میزنن و زن رو تحقیر میکنن که این زن توانا نیست حتی لباس خودش انتخاب کنه. دیگه تحقیر بالاتر از این نیست. حالا یه کسی تازه این 2 روز 3 روز بود زن زندگی آزادی رو میگفتم، یا آقای هست روانشناس به من در اومد گفت که این چه شعاریست مردم میدن، زن زندگی آزادی هیچ محتوایی نداره، هیچ فعل و فاعلی در. گفتم دیگه زیباتر از این میشد یه جامعه زن و مرد با هم فریاد بزنن زن زندگی و آزادی میخواد. و این رو جامعه جهانی چرا پشتیبانشه؟ ببینید آدم های اندوخته هایی دارن، یه دارایی های پیدا میکنن که اینا رو باید خیلی ارزش براش قائل باشن. یه سرمایه زندگی است. این جامعه ایرانی مثل بقیه جامعه ها میخواد از استبداد نجات پیدا کنه. ما تو دنیا که تنها نیستیم، که حدود 200 کشور دیگه هم هستن، خیلی اینها در استبدادن و کوشیدن و میکوشن که از استبداد نجات پیدا کنن. یک دفعه چه شکلی شد که این شعار ایرانی ها که مردم دادن همه دنیا، الان میگن نویدی است برای تحول جهانی. این شعارا نویدی است برای تحول جهانی. حالا اینکه مو رو میچینن، اعلام همبستگی میکنن، اون شعاره باز نیست، اینا در ادامه اون شعاره. برای اینکه تا مادامی که ایرانی ها از حقوق خود دفاع کنن، خشونت رو ابزار تغییر نکنن، ابزار دارم میگم نه مقاومت و دفاع از خود نکنن، این شعار یک شعار جهانی است که به پشتیبانی از مردم ایران برای رهایی از استبداد کمک میکنه. همه شدن متحد. ما روی سخنمون با دولت ها نیست، روی سخنمون با مردم جهانه که از ما دفاع بکنن، در سطح رسانه ها فشار به دولت هاشون بیارن که آقا همکاری نکن با این استبداد، اسلحه بش نده، امکانات بش نده، به دولت نده، نه به مردم نده. مردم که حقشونه گندم گیرشون بیاد، پوشاک گیرشون بیاد، دارو گیرشون بیاد، اما اون دولت هست که یه سری امکانات براش میاد که اینا نگاهبان، اون کارا رو نکن باش، اونا رو مردم انجام بدن. پس این شعار الان یک فضای فوق‌العاده زندگی برای جامعه ایرانی به وجود آورده. این رو باید خیلی ارزش بداریم. به مجرد کوچکترین اشتباهی در سطح اجتماع بشه
که خشونت رو که استبداد اعمال میکنه ما هم اعمال کنیم، جامعه جهانی روش برمیگردن. این تجربه فقط تو ایران نشده ها، تو کشورهای دیگه هم شده. و کاری که میکنه چی کار داره میکنه؟ هی مرتب مردم رو عکس العمل میکنه. الان هم تو شاهچراغ رفته همین کار رو میکنه. حالا هر کی کرده باشه فرق نمیکنه، میخواد جامعه رو عکس العمل خشونت کنه تا دنیا روش برگردونه. بعد که روش برگردونه اینا از دم تو ایران کشتار کنن. خیال نکنید اینا نمیتونن 1 میلیون آدم هم بکشن، میکشند، چون باورشون بینه. بذارید براتون یک مصاحبه از آقای خلخالی رو بگم. خلخالی بعد از جنایت‌های بیش از حدی که کرده بود دیگه تو قم کنار خیابون راه میرفت، یه مصاحبه باش کردن، گفتن آقای خلخالی خب شما تو دوره که بودی خیلی آدم کشتی. گفت بله، هر کی به قدرت برسه بقیه رو میکشه. من میدونم اگه یه عده دیگه هم به قدرت برسن میان ما رو میکشن. این طرز تفکر قدرته، میگه اگر من قدرت رو به دست گرفتم میکشم برای اینکه ادامه حیات بدم. بنابراین خیال نکنیم که اینها به راحتی میرن. اما وقتی اتحاد بزرگ باشه، یک اتحاد جهانی پیروی ما بشه، مدافع ما بشه، امکان رفتن زود اینها و پیوستن نیروهایی که در خدمت این نظام هستن به مردم خیلی زیاد میشه. امید که ما همین روند رو طی بکنیم و هر چه زودتر موفقیت پیدا کنیم. فعلا در سطح کل کشور این رو میبینیم، این جامعه جوان تونسته. اصلا امروزی اتفاق میفته، فردا 3 تا 4 تا شعار بسیار جالب میشه شعار محوری. اون که شما میگیم میجنگیم میمیریم ایران رو پس میگیریم گفته میشه، به نظر من شعارهای محوری اونهاییست که رأس نظام رو هدف میگیره و جنایت و فساد و کشتار و همه رو مقصر اون میدونه. اونها محوری هستن، اونها هستن که میخوان محور این نظام رو در حقیقت دگرگون کنن. بفرمایید. خواهش. بله، خیلی ممنون از صحبت‌های شما. البته یک نکته رو آقای شفایی، من این مدلی بگم که اگر اون انقلاب 57 به درستی انجام می‌شد، یعنی راه درست رو می‌رفت، یا حالا غصب نمی‌شد، که اصلا کار به اینجا نمی‌رسید. بعد الان ما یک کشور خیلی پیشرفته داریم. آقای آراس کرمی می‌شنویم شما رو، بفرمایید. با درود خدمت دوستان و ممنون از آقای گلزار که صحبت‌های خیلی زیبایی داشتن. می‌خواستم بگم ما سال از بنیاد جمهوری اسلامی، موقعی که جمهوری اسلامی شده تا الان، فقط کشتار، قتل، جنایت، اختلاس، چیزی کم نمونده تا امروز. هر اتفاقی که نباید سر ملت ایران می‌افتاد و می‌اومد تا الان ما کشیدیم. از سال 57 که کشتار خاوران، 58 که قتل عام مردم کردستان به دستور و فتوای خمینی، از سال 67 که کشتار دست جمعی تمام زندانیان، از سال 88 گرفته که 1500 نفر در طی 3 روز الا 4 روز کشته شدن، از آبان خونین 98 مون گرفته که کسی نیست که اطلاعی نداشته باشه ازش، چه بلایی سر مردم اومده. و تا به امروز تا پاییز 1401 که فجیح ترین وحشتناک ترین قتل و جنایات در جمهوری اسلامی برای مردم ایران اتفاق میفته. متاسفانه الان من خیلی از جاها شنیدم شخصا میگن آره دهه 80 ها فقط، نه، به شجاعت، غیرت، جرأت دهه 80 ها نمیشه نگفت. واقعا من از همینجا به تک تکشون آفرین میگم و ممنونم از همشون. اما ما دهه 60 جنگید، سال 88 دهه 60 بود که اومد بیرون. دهه 60 واقعا خیلی کشته دادن. بعد از دهه 60 چرا نتونستیم پیروز بشیم؟ چون دهه 60 تنها بود. دهه 70 نداشتیم اون موقع، دهه 80 نداشتیم که پشتش باشه. آبان 98 دهه 80 نبود، دهه 70 و دهه 60 با هم یکی شدن که خیلی قوی تر از همیشه نشون داد. و الان دهه 80 هم که رسیده، 3 نسل با هم
پشت همو گرفتن. دهه 60، دهه 70 و دهه 80. این سه دهه الان شکی نیست که با اتحاد هم و خیلی از کسایی که از دهه 50 هستن واقعا به قول آقای گلزار الان دیگه خیلی اصلا پشیمون شدن از انقلابشون. اون چیزایی که مونده، کسایی که با نظام هستن، خارج از اون کسایی که با نظام هستن، کسایی که غیر از نظام هستن دهه 50، الان اونم بخوایم حساب کنیم دهه 50، دهه 60، دهه 70 و دهه 80 اتحاد داره و همین اتحاد باعث نابودی کامل جمهوری اسلامی میشه. به امید همچین روزی. ممنونم از شما. مایکروفون. ممنون از شما آقای کرمی. فقط لطفاً در مورد بحث امروزمون بیشتر اگر دوستان مشارکت کنن خیلی ممنون میشم. بحث امروزمون هستش حق اعتراض و اینکه در کدام مقطع از تحول انقلاب هستیم در حال حاضر. بله آقای گلزار شما رو میشنوید، بفرمایید. بله من با آقای کرمی در بسیاری از جهات به اصطلاح توافق دارم. این حرفی که میزنن تجربه ها انتقال پیدا میکنه. در این جمع هستن کسانی که پدر و مادر هستن و مخصوصا مادرها خیلی بهتر میدونن که وقتی بچه اول داشتی بچه دوم خیلی چیزا رو از بچه اول یاد میگیره. میگن بچه سوم خیلی چیزا رو از بچه اول، یعنی راحت تر تربیتش، چون که مادر با بچه اول خیلی صدمه خورده. انقلاب ها که یه دفعه به وجود نمیان، تجربه های بشری است. مثلا خیال میکنید انقلاب کشورهای دیگه رو ما تاثیر نمید. ما تا قبل از انقلاب 57 برید انقلاب ها رو نگاه کنید، همه انقلاب ها یه حزب بوده، میمده نظامی عمل میکرده، حکومت رو عوض میکرده، خودش میمده جاش میشست. حالا چه ما چه در کوبا نگاه کنه، چه در چین نگاه کنه، چه در هر جای دنیا، چه در ویتنام که خواستن به جنگن و اون کار انجام، اونا هم همین کارو می‌خواستن. یکی میاد می‌خواسته به قدرت برسه به شکل انقلابی به قول خودش، و انقلاب ایران اومد اصلا تمام سیستم‌های جهانی رو به هم زد. همه یه ملتی در دوستی، خواهر و برادری، دوستی، مهر، محبت ایستادن و فریاد آزادی خواهی می‌زدن، نه فریاد قدرت. شما بریم اون فریادها رو نگاه کنید چند تاش توش قدرته، فریاد آزادی خواهی است. اما اینکه چرا انقلاب رو نتونستیم نگه بداریم، مقصرش مردم تنها نیستن. از سر تا سر جهان برای اینکه این انقلاب نمونه نشه برای تغییر در یک قلب فرهنگی که وطن ما قرار داره و قلب انرژی جهان، کوشیدن که این به بیراهه بره. ما دوچار جنگ که شدیم بی دلیل نیست. رفتن آقای صدام حسین رو تا می توانستن به اسلحه مجهزش کردن و او تصور میکرد یک هفته کار ایران تمام. یک هفته بیش از 300 خبرنگار دعوت کرده بود در بغداد، گفت یه هفته میشینید من با شما جشن میگیرم، جشن پیروزی. بعد از مدت های طولانی میگفتن نه آقا مسکین شما هنوز به اهواز هم نمیتونی برسی، و برای اینکه جلوشو بگیرن شما آقای کلارک وزیر امور خارجه انگلستان گفت اسباب و ادامه جنگ ایران و عراق رو ما فراهم کردیم چون منافع درش داشتیم، ایران و عراق، میگه هر دو رو و ادامش رو. یه وزیر امور خارجه است، اینا رو یه پای جمهوری اسلامی تنها نمی. اما این آقایون برای اینکه به قدرت برسن بیش از حد جنایت کردن، از روز اول شروع کردن. خیلی از احزاب الان شعار حقوق بشری میدن. ما تصور نمیکنید اگر من بگویم که مثلا اون زمان من میگفتم من مدافع حقوق بشرم، گفتم آقا شما که سوسول هستی و لیبرال هستی و شما که کاری نمیخوای بکنی و این حرفا چی داری میزنی، و مسخرت میکردم. حقوق بشر یه تمسخر بود. الان نگاه میکنی ایران خودش میگه من حقوق شهروندی رفتم نوشتم، قانون حقوق بشر اسلامی نوشتم. اسلامی غیر اسلامی نداریم، حقوق مال بشره دیگه. حالا دین و مرام میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه. یعنی اینها تفاوته. وقتی به تاریخ انقلاب نگاه میکنه اینقدر اینها رو تکرار کردن در چارچوب قدرت که آدم ها خیال میکنن غیر از این نیست. سال 60 در خرداد 60 علیه اولین رئیس جمهور ایران کودتا کردن. به چه دلیل کودتا کردن؟ هیچ کس راجع به این در ایران حرف نمیزنه.
به خاطر مخالفت با آقای خمینی یه بار محکوم شده، مخالفت با حوزه های فقیه دو دفعه، با مخالفت با سپاه، با مخالفت با اعدام در دادگاه های انقلاب 4 تا، به خاطر اینکه میخواهد یک اقتصاد رو در ایران مثل فرانسه متحول کنه، عین اینو در مجلس گفتن، و او میخواهد حقوق بشر کذایی رو در ایران اجرا کنه، به 6 دفعه اعدام محکوم شده. یه دفعه میان راجبش حرف بزنن، نخه هیچ وقت حرف نمیزن، برای اینکه اگه بگن که یه فاجعه است، خب این چی بوده تو اون وطن که این اومده مخالفت تا حدی کرده که کودتا کردن و بعدم به 6 بار اعدام محکومش کردن. سکوت محض. خرداد 60 به بعد آنچنان این نظام هر روز روز 400 500 تا 600 نفر رو تیر خلاص میزد که اصلا یه فاجعه شده بود، هر کسی رو به هر دلیلی میگرفتن، ولی متاسفانه باز احزابی بودن که شده بودن چپ بودن، مدافع شده بودن حزب جمهوری اسلامی و مدافع آقای خمینی، به صفت مارکسیست مدافع شده بودن. اینها هم تاریخ ماست، همه رو نمیشه سر این آخوندا شکست. آره اینها خیلی مقصرن در خیانت، جنایت، فساد، قدرت های خارجی تاثیر دارن، احزاب بی تاثیر و اشخاصی که تا چند وقت قبل در خارج کشور اینها میگفتن آدم های آزادی خواه و استقلال طلب و فلان ملی هستن، تا پاشون رسید به ایران آنچنان شیفته قدرت شدن که حد حساب ندارن. خیال نکنه این آدم ها امروز دو مرتبه به وجود نمیان، بیدعی نیست که من خودم به شخصه از جوانی تا به امروز دنبال همین هستم که این حقوق باید به این ملت برگرده، این حق آزادی، این حق استقلال، این حق تعیین سرنوشت، این حق آزاد بودن زن و مرد. مگه میشه توی جامعه زن آزاد نباشه و بعد ما دموکراسی ممکن کنیم؟ غیر ممکن است. این توهین به زنه که اگه بگی که شما آزاد نیستی و مستقل، خب این باید برش خیلی جنگی. حالا خیال نکنه یک شبه شده این جامعه جوان میاد، خب اون کوشش هم هست، همین جمعی که ما هستیم قانون حقوق بشر، از این آقای شفاهی تاریخ قانون بپرسی، 5 نفر توی اتاق جمع می شدیم، باور کن من که اصلا خیلی ذوق می کردم. بارها آقای شفایی با اگه اومدی این دفعه 5-6 تا بچه ها بیشتر نیستم، گفتم خیلی خوبه میام دور هم می شینیم صحبت می کنم. و این تداوم الان باعث شده که دفاع از حقوق خیلی مسئله اساسی شده برای وطن ما. این تحولی است که شده و امروز نسل جوان، من بسیار شادم، اون شادی رو دارم که زمان سال 57 نه، در تا برسیم به 57 من داشتم که یک ایرانی آباد، آزاد، متحول، رشدیاب رو تصور میکردم در سطح جهان چقدر ما تحول خواهیم داشت. شما نکنه چه خنجری به قلب تک تک ماها خورد که این شکلی فکر میکردیم یه آقای بیاد به نام حاج آقا روح الله خمینی هست و نیست ما رو بکنه در شیشه و در جنایت. سال 67 جنایتی که کردن نسبت به سال 60 هیچ نیست. نمیگم اون کمه ها که 3700 نفر رو در 3 شب کشتن، بلکه جنایت سال 60 حد نمیشناخت. هر کسی رو گرفتن و کشتن و زندان ها رو آنچنان پر کردن از زندانی که زیرزمین های ورزشگاه ها رو تبدیل کردن به زندان و کشتن و کشتن و کشتن که صدای آزادی خواهی رو خفه کنن، استبداد رو حاکم کنن. این شکل شد که پدر مادرها سکوت کردن، اینقدر کشتن که سالهای سال پدر اصلا خانواده ها با هم حرف نمی زدن از وحشت این. حالا یه تحولی شده، اونها رو هم نباید فراموش کنیم و واقعا نباید فراموش کنیم. دوره بسیار تلخی بود، امید که حالا این جنبش با اون تجربه ها، همینطور که دوست عزیزم الان گفتن، ما برسیم به یک فضای باز زندگی. خیلی زیباست. بفهمه. بله، ممنون آقای گلزار عزیز از توضیحات مفصلتون. از دوستان عزیز همکاران تقاضا میکنم که در مشارکت در هماندیشی مشارکت کنن. خانم مباشری فر رو بشنوید ابتدا. ضمن سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران، همه دوستان و مهمانان گرامی که در جلسه حضور دارند. جناب گلزار، با توجه به صحبت‌های کردید یک سوال برای بنده پیش اومد.
آیا در حال حاضر با این تجمع اعتراضاتی که ما الان در پیش داریم و این همه کشته داریم میدیم و این همه مردم دارن تلاش میکنن، آیا باز هم مثل اون زمان که شما میفرمایید که کشورهای مختلفی در پشت این برنامه بودن، آیا هنوز هم هستند که نگذارن ما به یک جایی برسیم، نگذارن ما به اون آزادی که میخوایم برسیم؟ آیا همچی چیزی هست؟ مرسی، ممنون میشم که راهنمایی بفرمایید. ما یه وطنی داریم که مال همه ما هاست. واقعیتش بشمارید ببینید ما چند تا همسایه داریم، مقایسهش کنید با اکثر شما که تو آلمان هستید. آلمان میگن یکی از دلایل موفقیتش اینه که وسط اروپا بوده و چون همسایگان زیادی داشت، این باعث شده که اون استقلال طلبی براش خیلی مهم بوده، یک، و با تکنولوژی و صنعت خودش رو به جایی برسونه که بقیه به سلطه پیدا نکنه. این دلیل هستش. حالا ایران رو برید بشمارید ببینید چند تا کشور عربی، 7-8 تا یه طرفش، این شما میره غربش 2 تا، میره شمالش 3 تا 4 تا، میره اون طرف شرقش 2 تا. ببینید شما ما کجا قرار گرفتیم، تو چه منطقه هستیم؟ مرکز حوزه فرهنگی آسیا هستیم. یعنی شما از هندوستان تا ترکیه، تاجیکستان و ازبک افغانستان و اوکراین و آذربایجان از یک طرف دیگه، جنوب تمام کشورهای عربی از یک طرف دیگه، نگاه کن تمام چه حوزه فرهنگی هست. ما وسط اینجا هست. ما چی کار کردیم؟ ما 3 دفعه انقلاب کردیم توی این منطقه. ما امکان تغییر رو میتونیم به وجود بیاریم؟ بله. حدود 20 سال پیش، 18 سال پیش یه جامعه شناس خیلی معروفی که حضور ذهن ندارم، ایشون تحقیق کرده آیا جهان نیازمند چه الگویی است، چه کشوری میتونه الگو باشه. گفته که 4 کشور میتوانن وضعیت جهان را از لحاظ جامعه تغییر بدن. یکیش مصر، یکیش ایران، یکیش هندوستان، یکیش هم چین. از لحاظ فرهنگی و تاریخ و همه اینا رو بررسی کرد. بعدم توضیح داده، گفته مصر مشکلات عدیده داره این شکلی که نمیتونه، هندوستان به خاطر اقتصاد فلان فلان اینم نمیتونه، چین گفته آن کشوری که امکان تحول رو داره و در 100 سال گذشته 3 دفعه هم انقلاب کرده، ایرانه که میتونه فضا رو در سطح جهانی تغییر بده. حالا میگن آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. ما همه چی داریم، خیال میکنیم بقیه باید بین چیزی به ما بدن. چشم دنیا به ماست که ما که انقلاب 57 کردیم. ببین لهستانی ها اومدن این ما انقلاب کردن، آرژانتینی ها، آمریکای جنوبی ها، آفریقای جنوبی، هر جا که یه اتفاق افتاد دیگه شد انقلاب مردم در صحنه، نمیدن غیر از این کاری بکنم. حالا آیا کشورها دوست دارن که این قلب منطقه آزاد بشه؟ خیر. چی علاقه دارن؟ علاقه دارن یه حکومتی بیاد، افرادی بیان، کاملا وابسته، ظاهر قشنگ باطن وابسته، و امکان تحول در این کشورها به صورتی نشه دموکراتیک که این حوزه فرهنگی تغییر کنه، این قلب فرهنگی به تپش بیاد تغییر بده. شما تو طول تاریخ هم نگاه کنه، همیشه ایران یه زمینه بودش برای ترک ها، برای عرب ها، برای مغول ها، همه برای چی با ما حمله میکردن؟ ما 2 دفعه امپراتوری بودیم. نه اینکه بگم امپراتوری چیز خوبیه، شما امپراتوری بودیم میرفتیم کشورهای دیگه سرمایه هاشون رو میبردیم تو ایران تا بتونیم به عنوان امپراتوری بمونیم. نه، سلطه بر دیگران کار خوبی نیست، سلطه پذیرفتن هم کار خوبی نیست. اما این کشور مونده. چرا این کشور به این وسعت 5 قسمت 4 قسمت نشده؟ چون این فرهنگ نذاشته. اما کشورها معلومه که مایل نیستن. ما آقای بوش پدر نقشه کشیده، نقشه روز میز گذاشته، تقسیمات منطقه‌ای کرده ایران رو به 4 قسمت. برای چی؟ برای اینکه هر قسمتش وقتی کوچیک شد میشه اون موقع منابعش که زیرزمینیش رو به راحت و ارزان‌تر ببره. دعوا سر بردن منافع. میگن ما به عنوان کشورهای ابرقدرت در کشورهای شما منافع داریم. کی گفته منافع؟ اگر منافع هست باید 2 طرف داشته باشه. همونقدر ما هم تو آمریکا داشته باشیم، تو انگلستان داشته باشیم، تو فرانسه داشته باشیم.
چطور شما اجازه نداریم هیچی داشته باشیم، شما اجازه دارید تو کشورهای ما همه چی داشته باشید؟ این به چه دلیل این امکانش هست؟ این امکان اجازه رو ندارن داشت. اما کاملا حرف شما درسته، سوال به جاییست. نه فقط جمهوری اسلامی میخواهد که ما میخواهیم برود، این سلطه هم باید دستش رو قطع کنیم. الان آمریکا میگن رابطه ندارن، که دارن با هم. این حرفا چیه که با هم رابطه ندارن؟ فقط تفاوتش اینه که قبلا مستقیم خریده میشده، حالا غیر مستقیم خریده میشه. قطعات و یدکات هر چی ما میخوایم غیر مستقیم. اون هیچی. چین چه وضعیتی پیدا کرده؟ و قرارداد 25 ساله نوشته، من با جمع شما دو دفعه سه دفعه اینو مورد بررسی قرار دادیم که این قرارداد از نظامی، جاده سازی، مثلا تلفن، مخابرات، اسمش چیه، بندرگاه، همه رو در بر میگیره. ما اصلا آمریکا اینقدر قدرت نداشته تو ایران، اینا همه چی تحت نظرشون خواهد بود. فقط اون خیر با روسیه هم همینطور. آقای پوتین یه سفر کرده اومده ایران، ایرانی ها 60 دفعه، نه ما ایرانی ها، این استبداد جلوش تعظیم کردن، هر نوع اسلحه خاصی در اختیارش گذاشتن. دو طرف است، من اسلحه میدم تو جنایت بکن، تو از من پشتیبانی میکنی تا من در کشور خودم جنایت بکنم که بمانم. میبینید کار ساده ای نیست، کار سختیه. تو استقلال و آزادی رو به دست آوردم، ولی امروز ما یه کاری کردیم با همه این سختی ها که یک تحولی رو داریم ممکن میکنیم. خیلی باید حساس بود چه کسانی رو میخوایم بهشون اعتماد کنیم که این کسان وابستگی به خارجی نداشته باشن، علم داشته باشن، عدالت داشته باشن، برنامه داشته باشن، طرح داشته باشن، یک مجموعه منسجم باشن. با تلویزیون و رادیو و تبلیغات کشور نمیشه اداره کرد. با فهم و درایت و عرق ملی داشتن، عاشق وطن بودن، عاشق هموطن بودن با هر عقیده و مرامی که هست، تا این وطن رو ما بسازیم. چند هزار سال این وطن مونده به دلیل عشق انسان‌هایی است که به این وطن داشتن. یادمون نره این مغول‌ها در ایران حاکم بودن، کسی نفس نمیتونست در این وطن بکشه، نفس نمیتونست بدون اجازه اینا بکشه. مغولی در نیشابور گفت که یه خط کشید دوره یه آدم، گفت اینجا وای میسی تا من برم شمشیرمو بیارم بکشمت. اینم رفت اون دایره وایسال، هم تکون نمیخورد. پیش خودش فکر کرد که ای بابا، وطن منه، شهر منه، یکی اومده میگه میخواد منو بکشه و من وایسم تا اون بیا. تا اومد بره شمشیرش بیاره، نم رفت تو خونه شمشیرش تا آور زد مقاله رو کش. همه بهش اعتراض کردن که بابا میدونی چه بلای سر ما میاره؟ گفت نه، اگه شما هم همه با من اتحاد بکنید که ما با هم جلوی مقاله ها رو بگیریم، همینطور که من این کار کردم میتونیم موفق بشیم. موفقیت شد. ما اون قدرت بی نهایت بزرگ مقاله ها رو از وطن خارج کردیم و ایران رو به عنوان ایران نگه داشت. حالا این استبداد فقیه که یه پایه از سپایه قدرته، ما بزرگ مالکی، پادشاهی و روحانیت ضامن قدرت بودن در ایران از دوره اساطیری تا به حال. نه اینکه از اسلام ها، از قبل اسلام هم همین بوده، این ستا نگهبان بوده. شاه پهلوی محمد رضا شاه، ایشون بزرگ مالکی رو در ایران از بین برد که این یه پایه قدرت از بین ببره، به پشتیبانی روحانیت بر قدرت بمونه. خب انقلاب شد، انقلاب، مردم اومدن شاه رو بردن، پادشاهی از بین رفت، شد یه پایه قدرت. اینم یه پایه قدرت بسیار ضعیف، ضعیف، هیچ پشتیبانی دیگه نداره، حتی حوزه ها از اون پشتیبانی نمی کنن. اگه پول نتونه بده کی ازش پشتیبانی میکنه؟ از بنابراین برای رسیدن به دموکراسی خیلی فضا وا شده. مهمترین قسمت بر اساس صحبت شما اینه که ما گول کسانی که وابسته هستن، طرح برنامه ندارن رو نخوریم. به قول آلمانی میگن با پروپاگاندا، ای تبلیغ و تبلیغ و تبلیغ. از یه آدمی که نداره برنامه، از گروهی که نداره برنامه، ما شخصیت هایی بسازیم که وطن خودمون رو
اطمینان کنیم به اون کسان بدیم و 5 سال بعد نسل‌های بعد بیان همین ایراده بگیرن، بگن چرا شما خمینی رو در ماه دیدید، چرا وقتی به خاطر به خلخالی گفت برو بکش جلوش وای نسادید، و پدران بگن اشتباه کرد. نه، این اشتباه رو نسل امروز نکنه. حداقل من به شما به عنوان نسل قبلی آقای شفایی همین توصیه‌مون، آقا شما گول آدم‌ها رو نخورید. از قدیم هم گفتن هندونه به شرط کارد، کار نداره که گذشتهش چی بوده، حالش چی هست، با چه کسانی برنامه داره، برنامهش چیه. ما آمدیم سر قدرت برنامه دارم، امکان نداره. شما تو این جمع هر دفعه انتخابات میذارید، واقعیت اگه یکی اومد گفت که به من رأی بدهی اگر اکثریت رو بیارم یه کارایی میکنم که تا حالا کس نکرده، اصلا کسی بهش رأی میده؟ حالا 20 تا تلویزیون هم داشته باشه نباید بهش رأی داده. گفت برنامه چیه؟ حالا که برنامه داری توانایید برای اجرای این برنامه چیه؟ خیلی مهمه. من یک عمر تجربه هستم در خدمت شما، از لحاظ سیاسی گرفته تاریخی و مدیریتی. به این راحتی نمیشه به کسی اعتماد کرد. آدم بدبینی نیستم، ولی اعتماد برای ساخت یک وطن خیلی کار عظیمی است که باید انجام داد. بفرمایید خانم مباشری فرد. واقعا چقدر جامع و کامل توضیح دادید آقای گلزار، اصلا یعنی هیچ حرف و حدیثی درش نیست. دوستان عزیز اگر نظری ندارن که من یک سوال بپرسم. خانم مباشری فرد، بله بفرمایید. بخشید ما دوباره سوال داریم خدمتتون. با کمال میل. با توجه به همین صحبتهایی که فرمودید الان تو این اجتماع و تظاهرات، با توجه به این که خب من تو جلسات زیادی که شما شرکت کردید حضور داشتم و شما همیشه میگید یک سخنور نیاز داریم، کسانی که بشه بهشون اعتماد کرد و سخنران ما باشه، آیا تا الان وجود داره، به وجود اومده همچین اشخاصی؟ اشخاصی هستن که این اعتراضات ما رو به جلو ببرن که بشه فعالیتی کرد و به یک هدف نهاییمون که آزادی هست برسیم؟ بله، ببینید مردم با شعاراشون اون شخص رو پیدا میکنن یا اون اشخاص رو پیدا میکنن. من چرا میگم به رهبر اعتقاد ندارم؟ چون ما که گوسفند نیستیم که یک کسی باید بگه چپ برو راست برو این کارو بکن کارو که شما شعور ندارید من جای شما فکر میکنم. رهبری کارش همیشه همینه، میتونه سخنگو باشه، یعنی مورد اعتماد مردم هست که او توضیح میده مردم چه خواسته هایی دارن، چه حقوقی دارن، از این حقوق باید چگونه دفاع بشه. میشه زبان عموم مردم. خب تا حالا پیدا کرده؟ به نظر من نکرده، چون شعارها هنوز کامل نشده. تصور کنید از فردا همه بیان بگن که مثلا مثل سال 88 یه جنبش دانشجویی در اون سالها که شد، سال 80 شعار فریاد می‌زدن مصدق مصدق راحت ادامه داره. خب پس باید یه کسی باشه که یه خصوصیات استقلال طلبی آزادی خواهی در خط مصدق داشته باشه دیگه، میگن این خوبه. اگه فردا مردم بیان بگن استالین استالین مثلا جنایتت مبارک، مثلا میگم اینا که دارم میگم، خب پس یکی باید باشه که بیاد سخنگوی اون باشه، یکی بیاد بگه که نه جامعه اگه همشون فریاد بزنن بیا بیرون هم به هم وطن حقتو فریاد بزن، که کسانی که مدافع حقوق از دیروز تا امروز بودن اونها باید بشن سخنگوی مردم. به همین راحتی اون موقع مشخص میشه چه کسانی دارای این هویت هستن. هنوز این هویت مشخص نیست، هنوز یه عده میگن ما هستیم. الان اومدن یه کابینه درست کردن، یه عده در کل نشستن و غیره برای دوران گذار، اشکال نداره، طرحی برنامه دادن، نه یه 10 تا بند دادن بیرون. خب این یه طرحه، بهشون مردم اقبال میکنن، اگر اقبال کردن باید برن انجام وظیفه بکنن. اگر برفرض بیان بگن که اصلا گور پدر هرچی کرده، ما میخوایم این رضای پهلوی بشه شاه، همان فریاد بزنه اصلا ما آقا دو مرتبه میخوام شاه داشته باشه،
یکی به آقا بالا سر داشته باشه به هر شکلی که مقام بگیره، و معلومه که باید برن اونو بیارن در کشور. آیا من موافقم؟ 100% موافق نیست. چرا؟ چون ضد حقوق ملی است، ضد حقوق هر شهروندی است که حق حاکمیت داره. تا شما یک نفر رو میکنید بر همه حاکم به هر دلیلی، حالا هر شکلی هم میخواد بشه، اونا بحثای جداگونه شه. پس بنابراین هنوز ما به اون طیف نرسیدیم، نه که فقط اینجا هست، کشورهای دیگه هم همینطوره. در انقلاب 57 هم همین بود. یکی از شگفتی های انقلاب 57 میگن مردم آمدن در صحنه بدون رهبر. آقای خمینی بعد از کشتار تبریز یه اطلاعیه داده. شما با امروز مقایسهش نکنید که شما امروز تو اینترنت میزنید چند میلیون آدم همون در لحظه میبینن. یه داده، این اومده یه کسی یواشکی نورده، بعد زیراکس زدن، حتی کپی نبوده، اینه دست یه عده شبانه رفتن در دکونه و خونه ها پخش کردن، مثلا بگو 5000 تا. الان شما یه ایمیل میتونید بزنید 10000 تا در جمع 2 دقیقه بفرستید بره. این شکلی شده اولین اطلاعیه از ایشون. پس مردم خودشون شروع کرده بودن، چون سمت و سو به طرفی رفته بود که آقای خمینی وقتی به عنوان کسی که دفاع از ملی‌گرایی کرد، استقلال طلبی، آزادی خواهی، از حقوق مردم، از عدالت خواهی اینا رو گفته بود، مردم گفتن نه این یه وجهی داره، هم مذهبیه از این شاخه، هم دفاع از ملی‌گرایی میکنه تا تحول بشه. در ایران همیشه برای تحول 3 بخش با هم همراه شدن: ملیون، مذهبیون و چپ. چپ نه به عنوان تنها مارکسیست، یعنی کسانی که مخالف نظام هستن با هر نظریه. اینا 3 تا همیشه با هم اتحاد کردن تحول ممکن شد. ولی در ایران کسانی که مذهبی هستن و مخالف هستن کم که نیستن، که اونها هم که بهشون اعتقاد دارن خیلی زیادن. اینها باید در خط دفاع از مردم بیان در مخالفت از استبداد حاکم. چپ هم اون چپ مارکسیستی که رفته اصلاح طلب شده باید دست بکنه بیاد دفاع از حقوق مردم. اونهایی که اعتقاد به حقوق نداشتن باید حقوق پیدا کنن. اون انسانهایی که مدافع حقوق هستن و مخالف استبداد هستن، اینها هم میشن یک گروهی که هر 3 امکان تحول در جامعه ممکن میکنن. در این 40 روز گذشته اون چیزی که من مشاهده میکنم، اینها یواش 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 خیلی به هم دارن نزدیک میشن. برای من خیلی جالبه، دیروز یه آقای از ایران برای من یه نامه فرستاده و خواهش کرده که شما در حال حاضر خیلی موقعیت حساس هستی، برید صحبت بکنید با ملیون. ما در منطقه قشقایی و لورهای ایران چه میدونم آدمای ملی خیلی داریم، اگر بشه با اینها یه گفتگویی بشه که این بخش های مختلف جامعه با هم همگرا بشن، نه بر اساس نظر کلمتون گفتم، اون احساس درونش میگه باید یک یگانگی و یک پیوند بین همه اقشار به وجود بیاد تا تحول بشه. و حرف درستی هم میزنه، نه که من این باور از قبلم داشتم، ولی همیشه در ایران هر تحولی شده این 3 بخش با هم بودن، از دوره قاجار و قبلش گرفته تا به حال، یعنی نیاز اجتماعی بوده. حالا دین و مرام رو من اعتقاد اون چیزی که آقایون آخوندا دارن 100% ندارم، با اینکه خودم رو خدا مدار میدونم، اعتقاد دارم به هستی محض. خب ولی اینکه یه عده‌ای یه باوری دارن، این باورها با هم نزدیک بشن خیلی مهمه. اون سخنگو رو هم در اون زمینه پیدا، اما من به شخصه بسیار حساس هستم چه کسی چه برنامه‌ای داره، چه طرحی داره، چه گذشته‌ای داره و چگونه داره عمل میکنه. چون که مگه ما چقدر عمر میکنیم که فرزندان من در آینده‌ای که من نیستم بگن که اون زمانی که باید صفر نیستادی نیستادی؟ بگذاریم که در زمان خمینی بی نهایت صفر ایستادیم جلوی خمینی. متاسفانه طرف مقابل بسیار خشن و با یک زور بزرگی با جنایت بیش از حد همه رو پس زد. اینو باید گفت. بفرمایید. روزهای خیلی قشنگی شده که میتونیم راجع به این مسائل با همدیگه راحت حرف بزنیم. خیلی خوبه. بله دقیقا. آقای شفایی رو بشنویم. آقای شفایی شما رو بشنویم. البته آقای شفایی ملت جوانی بیش از حد این مواردی که من میگم یادشون نمیاد. اینا رو
دقیقا. من خواستم یه جمله رو بگم. ببینید، یکی از اشکالات ما اینه که به جای اینکه مسائل روزمون رو چک بکنیم و پیگیری بکنیم، ایده هامون رو جلو ببریم، همش منتظریم یه نفری یه روزی یه جایی بخواد بیاد، یا از الان هنوز هیچ اتفاقی نه، آقا حالا کی میخواد بیاد؟ چون من اینو مدام میشنوم دیگه، نه کی میخواد بیاد. این اون فرهنگیه که تو ذهن ما ادیان گذاشتن که یه روزی یه نفری میاد جهان رو نجات میده، ماها رو نجات میده و بشینید دعا کنه. حالا همه دین ها، حالا یا هر کدوم، اونایی که من میشناسم راجع به همین صحبت میکنن. بیایم ذهنمون رو پاک کنیم از اینکه یه کسی یا یه گروهی یا یه جمعی یه روزی میخواد ما رو نجات بده. خود ما تک تکمون جزء افرادی هستیم که میخوایم خودمون و جامعهمون رو نجات بدیم. این مسئله مهمه. دنبالی نباشیم مسئله ها خانم مباشری که یک سخنگو کیه، کی میخواد بیاد بشه رهبر ما، کی میخواد بشه آقوال سر ما، یا اصلا کی میخواد بیاد همراه ما. اصلا کاری نداریم، ما کارمون رو میکنیم. این مسئله رو یادمون باشه. من واقعا اینو برای اینکه هر وقت من دیدم کسایی به این فکر افتادن، روز و ول کردن، دنبال یه قضیه دیگه ای رفتن و این عملا حادثه است. الان شما بعضی وقتا تو این تظاهرات که نگاه میکنی، یهو میبینی یه سری عکس میاد بالا. این عکس ها تبلیغاته. این عکس عکسی نیست که کار اجرایی برای اون روز میخوان انجام بدن یا برای حرکت رو به جلو باشه. اون عکس یک تبلیغاته، برای این آدم تبلیغ کنه. من کاری به اسمشون ندارم. شما رفتین تظاهرات دیدید، هر کدوم یه سری شکل و شمایل برای خودشون میارن نشون میدن و مدعی ان که اینا بهتر از همن، دست که اینا تبلیغ میکنن برای خودشون. و ما دنبال این نباید باشیم. ماها فکر میکنم که بهتره که دنبال این باشیم که جامعه چگونه داره رشد میکنه، مسائل روز رو ببینیم و حرکت بکنیم در جهت رشد بیشتر اون مسائل روز. آینده هم خودش تصمیمش رو میگیره. این جامعه اینجور که داره میره جلو، من فکر کنم 6-7 ماه دیگه تصمیم خودش رو گرفته، شکلش رو درست کرده، راهش رو پیدا کرده. مرسی. بله دقیقا آقای شفایی، ممنون از شما. منم با شما هم نظرم که جامعه تمام اقشار مشارکت خواهند کرد و چه نوع سیستمی رو بخوام پیاده کنن خودشون در نظر خواهد گرفت. با البته اینم باید در توجه داشت که هرچی آگاهی بیشتر باشه، خب یه موضوع بهتر و جامعه تر پیش خواهد رفت. به نظرم این خیلی مهمه که ما آگاه تر باشیم نسبت به الان و آینده. آقای گلزار، نظر شما رو هم بشنویم. بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید کشورهایی که موفق شدن کیان، تو این بهار عربی نگاهی بکنید. وقتی که بهار عربی شد، بعد از جنبش 88 در ایران، ایرانی ها یه چیزی رو ابداع کردن به نام فیلم های تلویزیونی و گزارش لحظه به لحظه به خارج. یه دفعه تمام رسانه های جهانی گفتن اوه تو ایران چه اتفاقی داره میفته. بعد کشورهای عربی اومدن از این استفاده کردن، اونها هم همین روش رو انجام دادن. در مصر چه اتفاق افتاد؟ در مصر مردم 15 روزه حکومت مبارک رو دگرگون کردن، ولی اخوان المسلمین که اومدن برنامه نداشتن. چون برنامه نداشتن، یه کودتا شد، السیسی دو مرتبه یه نظامی اومد حاکم شد، خیلی بدتر از مبارک، چون بعد از یه انقلاب بود دیگه، بعد سرکوب میکرد کرد. الان هم وضعیتشون بسیار خرابه. تونس چه اتفاق افتاد؟ تونس وقتی که بلند شدن، که از تونس بلند شد، تونسی ها یه عده‌ای بودند که اینها در خارج کشور فعالیت میکردن و اینها مبارز بودند، یه طرح و برنامه ای داشتن، دفاع از حقوق هم جز برنامه هاشون بود. وقتی اینا اومدن، اینا حرف برای گفتن داشتن، درست؟ به اضافه اینکه زنان دفاع کردن از حقوق خودشون، نذاشتن حقوقشون ضایع بشه، اونها تونستن یه حکومتی رو عوض کنن که شده تونس، بقیه نتونستن. کشورهای دیگه هم که بزرگ اون موقع بلند شدن، خیلی شدید سرکوب کردن، چون اون نیرویی که با طرح و برنامه با جانشین میشد نداشت.
حالا ما تو ایران باید تصدی می کردیم آن کمبودی رو که ایران در سال 57 کامل نداشت، طرح داشت ولی کامل نبود. ببینید همه گروه ها که طرح نمیدن که یه عده میان این کار انجام میدن، باید طرح و برنامه بدیم. خب ما وقتی که یک کشور دگرگون بشه، انقلاب بکنه، خواهان تحول بشه، همینطوری که نمیشه مدیریتش کرد. اگه بخوای همین چیزایی که الان هست نگهداری، که همین استبداد است، فقط شکلش عوض میشه، همین فقر است و همین فساد هست و همین بدبختی. پس باید راه حل بدید. راه حل اول از همه باید برای قانون اساسی بدید. بگید من چرا قانون اساسی میخوام؟ میخوام یه ایدئولوژی بیاد حاکم بشه، یه دین دیگه حاکم بشه، چی حاکم بشه. ما این کمبود رو جبران کردیم، نه حالا سال 94-95 شروع کردیم، 98 تکمیلش کردیم. یعنی در فروردین 98 این رو ارائه کردیم به جامعه ایران. اما سال 96-95 هم راجبش سخنرانی کردیم، مقاله نوشتیم، چون بخش به بخش کامل میشد. چیه در اونجا؟ اونجا مدیریت دوران گذار درش هست، قانون اساسی هم هست، قوای سگانه رو کردیم، چهارگانه، رسانه ها رو هم اضافه کردیم، دین و ایدئولوژی هم نیست، اون چیزی که خیلی ها علاقه دارن لایسیته باشه، بر مبنای این که همه از حقوق باید برخوردار بشه. آیا فقط همینه که پیشنهاد کردیم؟ نه، گفتیم اقتصاد ایران یک اقتصادی است با این دلایل که خیلی چقدر بیماری ها داره، برای این بیماری ها راه حل دادیم در چارچوب اقتصاد تولید محور. گفتیم کافیه؟ گفتیم نه، آموزش پرورش ایران باید تغییر کنه. بر چه اساسی؟ بر ساختار حقوق ما انسان. این کودک باید از حقوقش در آموزش پرورش برخوردار بشه. اون رو هم راه حل دادیم. معضلات مثل طلاق، مثل اعتیاد، مثل فقر، مثل حاشیه نشینی، مثل ساختمان‌سازی، همه اینا رو الان 40 چند ساله مرتب کار کردیم به عنوان مجموعه ای. خب پس برنامه در اختیار جامعه ایران هست. اگر این جامعه بگوید اه چه برنامه وجود داره، وظیفه داره بره این برنامه‌ها رو مطالعه کنه، بگه کدوم برنامه مال کی بهتره. مثلا 6 تا گروه هستن در ایران، این 6 تا باید برنامه بدن. الان یه گروهی درست شدن میگوین ما 10 تا اصل رو دادیم که حدود 2 سال اینطوری هی هم آدماشون شکلاش عوض میشه، و در آینده که اومدیم میگیم میخوام چیکار کنیم. آها میبخشید، حالا باید بگه چیکار میخوای بکنی. شما تز و راه حل اقتصاد چیه؟ ما نمیتونی برای اقتصاد ورشکسته راه حل نداشته باشی. این همه معضلات مختلف که در این کشور هست، حداقل برای 100 تا معضل شما باید برای 20 تا 30 تاش راه حل اساسی داشته باشی برای وطن. همینطور نمیشه گفت وقتی آمدیم درست میشه. با کی میخوای مشکلتو حل کنی؟ مدیریت دیگه. مدیریت اون محور اصلی مدیریت هست که راه حل میده و در مجموعه با هم عمل میکنن. اینها رو ما کوشیدیم، پس اون کمبودها رو جبران کردیم. کمبودهای سال 57 رو جبران کردیم، کمبودهایی که در کشورهای دیگه اتفاق میفته رو جبران کردیم. حالا دوست داشته باشید در یه اتاق با هم راجبش حرف بزنیم، با کمال میل یک به یک میان باز میکنیم، میگیم تفاوت این پیشنهادی که میکنیم با پیشنهادات دیگه و پیشنهاداتی که نظام میکنه چیه. اگر یه اقتصاد میخوایم باید چگونه جبران کنیم، اگر مثلا نفت رو باید متحول کنیم چه شکلی متحول کنیم. یه تجربیات خیلی خوب اتفاق افتاده که اصلا اطلاع نداره جامعه ایرانی ازش. بفهمید آقای گلزار، خیلی ممنون. البته همونجور که فرمودین این بحث فکر می‌کنم توی یه مقطع دیگه بحث بشه. بله. موضوع خیلی بهتره. داشت جایی دیگه است. الان نیست. بله. من در مورد موضوع جلسه امروز اون اگر اجازه بدید من یک سوال بپرسم، چون دوستان نظری ندارن. این که خب ما میدونیم که رژیم برای نیروهای سرکوب، البته بذارید آقای شفایی قبلا هم دست بلند کرد، آقای شفایی رو بشنویم بعد من سوالا رو میپرسم. بفرمایید آقای شفایی. ببخشید، من اولا که ما 6 جلسه دیگه هست، یعنی فکر کنم که از همین اتاق باید استفاده بشه، یعنی ادامش اون جلسه همینجا ادامه پیدا میکنه یا جا به جا میخواید بشید برای اینکه دیر نشه، چون آقای گلستان جو رفتن با بچهای شرق آسیا هستن برای اون جلسه.
یه مورد یکم یکی از دوستان ما یه جملاتی نوشته، من زیاد بحث نمی کنم چون هر کسی هر چی دلش خواست میتونه بگه، مشکلی نداره، ولی من یه لینکی میذارم در رابطه با اینکه این انقلاب بود یا شورش بود، اینم یه نگاهی دوست داشتن بکنن، بعد اگه دلشون خواست زنگ بزنن باز با هم میتونیم صحبت کنیم، ولی دلیل نداره که توهین کنیم به هم دیگه. به هر حال ایشون در نوشتهاش یه کوچولو توهینی کرده و خواستم یادآوری کنم که اگر لطف کنن دفعه دیگه این کارو نکنن من ممنون میشم، ولی اگه دوستان دارن میتونن بگن دیگه، حالا هرچی سلام، ولی من لینکو میذارم دوستان ببینن که این انقلاب بوده یا شورش بوده. به هر حال برای اطلاعتون من این لینک هم گذاشتم. من اجازه بدین خداحافظی میکنم تا بعد. مرسی جناب گلزار، خسته نباشید، ممنون از همه. برام کسی کامنت از حضورتون آقای شفایی تا خواهم داد. بله ببینید شورش به چی؟ سوال دیگه. مردم که دیوانه نیستن که مثلا بگن یه خانم شورش کرد بر علیه خانواده خود و طلاق گرفت. نه، همچی کار نمی‌کنه. یه اتفاقاتی افتاده. حالا این جامعه ایران، شما هر کدوم چند سال تو خارج هستی؟ چند سال این رادیو تلویزیون ها تبلیغ میکنن که در ایران مردم برخیزن؟ خب با رادیو تلویزیون و مردم گول بخورن و اشتباه بکنن که کسی بر نمی‌خیزه. انقلاب در یک کشور عوامل مختلف داره که باعث انقلاب میشه. هم باید یک بنبست اجتماعی با وجود اومده باشه، لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هم جامعه جهانی امکان بده. ما قبل از انتخابات آمریکا هستیم که اونا سرگرم خودشون هستن و روسیه در حال جنگ. یک امکان اجتماعی جهانی برای ما فراهم شده که کسی تو کار ما دخالت الان نکنه، ما بتونیم کارمون رو انجام بدیم تو وطن خودمون. خب حالا بگیم که بیاید و هر ایرانی یه تفنگ دستش بگیره. تفنگ خیلی نیست که بگیرید که. بگیم در شهر کدوم شهر رو من بگم. مثلا 200 اسلحه در اختیارشون قرار میده. آیا طرف مقابل هم 200 داره؟ نه. اون 100 برابر ما اسلحه داره. آیا او دوره دیده است؟ بله. ما دوره دیده هستیم؟ خیر. شکار میخوان با اسلحه بکنیم، بریم طرف مقابله بکشیم دیگه. او اگه بفهمه میخواد بکشیش از خودش دفاع میکنه تا این سر قدرت بماند. چرا باید از قدرت دست بکشه؟ اما وقتی الان 40 روزه این جامعه بلند شده، کاری کرده که این فیلمی که آقای شفایی هم گفت، این خانم جلوی نیروی سرکوب وایساده، هر چی میگه اونا بهش چی نمیگن. چرا نمیگن؟ چون 40 روز مردم با اونا نشون دادن بابا دست بردار بیا طرف ما، من با تو جنگ ندارم، یه طرف ما، تا ما بتوانیم با هم زندگی کنیم. و انقلاب ایران رو میگن پیروزی گل بر گلوله، یعنی ایرانی ها تونستن گل سر تفنگ ها بذارن و اصلا حالا به مسائل مختلف، ولی یکی از ایناش اینه و اصلا یه پیروزی گل بر گلوله ممکن شد. با اینکه خیلی ها شعار میدادن حمله کنیم اسلحه ها رو برداریم دیگه، من که در اون دوره خودم خیلی فعال بودم به عنوان جوان اون موقع، من میدیدم که چه کسایی هر روز شعار میدن که اگه این کار رو بکنیم و از کجا میشه اصله، و اکثریت میگفتن نه نکنیم، موفقیت با ماست. هر روزم هر نیروی انتظامی که به مردم میپیوست یا سرباز، همه ماچش میکردن و شیرنی به سر شونه ها بلندش میکردن، فردا 10 تا به میپیوستن، روز بعد همینطور تا تحول شد. با کشتن که وطن درست نمیشه، ما این وطن بناست آزاد بشه از کشتن، راحت ما بشیم از کشتن. دوم که ببخشید، اولا که اون اسم شورش نبود، اسمش انقلاب بود، یه انقلاب جهانی بوده. منم نسخه برای کسی نمیپیچم، من راه حل رو که مناسب میدونم با چارچوب حقوق بشر پیشنهاد میکنم به شما عزیزان. انتقال یک تجربه است از نسلی به نسلی که احساس مسئولیت میکنم در این انتقال، بسیار احساس شدید مسئولیت میکنم. نمیشه که همینطوری به یه نفر گفت تو برو خودتو بنداز جلوی گله بکش، که احساس مسئولیت باید کرد. بهترین روش ها رو باید پیشه کرد تا ما یک انقلابی رو ممکن کنیم، فردای این انقلاب در آزادی زندگی کنیم. قرار ما نیست که مثلا چند سال یا 2000 3000 نمیدونم چقدر هر چقدر بشه کشته و زخمی بدیم،
فردا دو مرتبه یه کسی بیاد بر هست و نیست ما حاکم بشه، دو مرتبه ما بگیم ای داد بر من 40 سالم باز زده او بجنگیم. نه، قرار یه وطنی رو زودتر بسازیم در عدم خشونت و خشونت زدایی روش اصلی باشه. با کشتن امکان نداره. اگر کشتن راه حل بود، بدون باشید که جامعه جوان در ایران تو این 40 روز دست به اسلحه برده بود. چرا نکرده؟ یک مورد یه خانم خودش لخ کرده وقتی جنب برای برلین شد. ببینید توی این اتاقای کلاب هاست چقدر اومدن گفتن اگه یکی خواستی لخ بشه لطفا با خودتون پارچه ببرید بنزی روش. گروه های چیز هم نبودن که بگید حزب اللهی مزب اللهی که آبرومون در سطح جهان نره. حالا اون خانم لخ شده، من مسئله نیست، خب شده دیگه، خواسته این کار رو بکنم. ولی مسئله اساسی اینه که مردم حساس هستن که یک انقلابی به بیراهه نره. فکر کنم شما الان جلسه بعدتون هم شروع میشه ها. من اگه اجازه بفرمایید که آقای، چون آقای گلوردی بوده که این متن رو نوشته، اگر مایل باشن که صحبت کنن این وقت در اختیارشون قرار خواهد گرفت. خانم ابتهی هم یک نظری گویا دارن. خانم ابتهی رو اول میشنویم و آقای گلزار فقط لطفا پاسخها کوتاه باشه ممنون میشم. سعی میکنم. بله میدونم، خیلی عذر میخوام اگه طولانی شد. درود بر شما، خسته نباشین آقای گلزار. من یه سوال داشتم الان از شما، یعنی با توجه به صحبت‌های شما، شما دفاع مشروع رو که الان راجبش داریم صحبت میشه و من فکر میکنم که اصلا در جریانم هست، شما این رو قبول ندارید؟ بله قبول دارم، معلومه که قبول دارم. شما تعریف دفاع مشروع چه شکلی آدم دفاع میکنه؟ ببینید دفاع مشروع از دید من صحیح یا غلطش رو نمیدونم، ولی زمانی که با اسلحه با من هستن و روبروی من گرفتن، من اگر اسلحه داشته باشم اون مشروعه که از خودم دفاع کنم و باید دفاع کنم. اگر بخوام گل بذارم تو لوله تفنگش، من مردم دیگه نیستم. ضمن این به خاطر اینه که میگن دفاع مشروع. حالا من میخواستم ببینم، چون شما گفتید که این انقلاب باید که مثلا حالا طبق صحبت خودتون، میخواستم ببینم که شما اصلا با اصل این موافق هستید یا خیر. ببینید بله، میگن یه چندین نوع دفاع هست، درست؟ یه دفاع هست میگن که در هندوستان عنوان کردن، گفتن خشونت پرهیزی، یعنی انگلیسی ها هر چقدر خشونت اعمال کردن ما هیچ خشونتی اعمال نمی‌کنیم. با فرهنگ هندی جور در میاد. من موافق این نیستم. من خشونت زدایی رو موافق این هستم. یعنی باید همه امکانات و عواملی که تولید خشونت میکنه رو از بین برد. خب تا خشونت عاشقانه باشه، خانوادگی باشه، تربیت باشه یا امور سیاسی. حالا در یک کشوری ما داریم وقتی میگم پیروزی گل بر گله، که روز اول مردم گله ندادن که، گل ندادن که، روز اول میکشت شاه، مردم فرار میکردن، بعد مقاومت میکردن، بعد دفاع میکردن. اون روزهای آخر هم دیگه وقتی رفتن گل دادن، یه جا که 100 تا دونه گل میدادی 30 تاشون میمدن این بر. شد پیروزی گل بر گله، یعنی عدم خشونت. تا قبلش خشونت همه جای دنیا جنگ اسلحه با اسلحه بود. حالا در ایران دو تو یه سوال دیگه، میگن 200,000 تا پاسدار داره این رژیم، 16 تا هم حراست داره. بگیم تو هر حراستی هم مثلا 5,000 تا کار میکنن، این هم یه 100,000 تا بدیم به اینا، بگیم اینا هم دارن. ارتش هم بگیم دخالت نمیکنه، نیروهای انتظامی هم داره دیگه. حالا در مقابلش اینا همشون اسلحه دارن، بگیم 300,000 تا اسلحه دارن. ما چند نفر میخوایم که با اسلحه برن به جنگن؟ که بتونم به دست همه مردم که اصلا به دست نیستن، که اصلا هم نداریم. باید واقعیت ها رو نگاه کرد. میگیریم در تهران 500 تا 1000 تا اسلحه قاچاق میاد. کی تک تیر اندازه، کی مسلحه، کی ماشین داره، کی امکانات داره. و وقتی جو شد، جو خشونتی که تیر به تیر شد، اون سربازی که در خدمت رژیمه میشینه پیش خودش حساب میکنه، میگه مگه اینا رو بکشم؟
ادامه این نظام میمونه، من تو این نظام هستم، اگرم دسته اینا بیفتن اینا میخوان منو بکشن، پس از خودم دفاع میکنم، وای میسن فعلا ادامه میدم. اما وقتی که بگه نه، اینها از خود دفاع میکنن. ببینید شما در شهرهای هست فیلم ها رو میبینید، نیرو حمله میکنه، مردم یه دفعه حمله میکنن با اینا، حالا سنگ هم دارن چوب هم دارن، ولی این هجوم اینا همه فرار میکنن. یا حمله میکنن به ماشین های گشت، مثلا ماشین گشتی فلان بلار سرش میرن، نمیذارن ادامه بده. این باعث میشه که تمام صفوف به هم ریخته. شما علی یه کاری این جنبش کرده که سالهای قبل 96 98 نمیکرد، اون موقع همه یه جا جمع میشدن، الان مثلا در اصفهان به من خبر دادن در 12 منطقه، ما فعلا جدیدن قبلا 8 منطقه بود، مردم جمع میشن پراکنده. این نیروهای سرکوب به جایی که یه جا برم سرکوب کنن میشن 12 قسمت. بعد مردم روزا میرن سر کار، شبا میان، این نیروهایی که از طرف دولت هستن صبح تا شب باید آماده باش باشن، مردم خسته نمیشن، میرن غذاشون میخورن، استراحت، شب میان بیرون، این بابا 12 ساعت رو پاش وایساده، خسته کردن نیروی سرکوب. ببینید این یه روش اصلا دم فکرش نمیکنه، میبینید این نوش کارزار شده، مرتب هم عکس میگیرن، اینا کنار خیابون دارن چرت میزنن، اینا حوصله دیگه ندارن، دیگه خانومه که بهشون هرچی میگه دیگه بهش جواب نمیدن. چرا؟ برای اینکه توان اینها رو گرفتن، توان مقابله رو از اینا گرفتن. اما اینکه یک کسی بیاد بخواد چوب تو سر کسی بزنه، من میگم نه خیر، بفرمایید بگید این ور بزن، حالا این ور بزن، معلومه که طرف از خودش دفاع میکنه. این دوتا روش مختلفه، روشی که میشود یک انقلابی رو ممکن کرد در کمترین خسارت و این نیروها رو به طرف مردم جذب کنید. بله آقای گلزار، عذرخواهی میکنم چون وقت برنامه داره تمام میشه، آقای امین رو، آقای گلوردی رو بشنویم و سخنان پایانی شما و جلسه بعدی به زودی شروع میشه. آقای بولوردی بفرمایید. ممنون از این وقت در اختیارم قرار دادید. من سرده به خدمت دوستان نداشتم که در جلسه اصلا، یه نظر کلی بود که من گفتم، البته بیشتر در مورد خارج نشین بود. الان شده حکایت، الان ما شده حکایت اون مسئله اسپانیایی که یارو تو خونش نشسته بود و محروم میگفت. صداتون خیلی بد میاد، صداتون خیلی بد میاد، یک بار دیگه صحبت کنیم. الان صدامو دارین؟ الان صداتون داریم. بله اوکی. ببینید الان دوستان میگن که مثلا، من نمیدونم واقعا، شما همین انقلابای چند وقت اخیر هم که نگاه بکنید همه از یه نقطه شروع شده، تو همون نقطه تجمع شده و اون تجمع خیلی زیاد شده، قطع دریا شده و حکومت به زانو داره. این که ما 4 تا موش دور اطراف شهر داشته باشیم، 4 نفر بیان با تفنگ بیفتن دنبالشون که نشد که. شما اگه یه فیل بزرگ داشته باشین، اون لشکرای قدیم ایران هم رعیت باشه، شما یه فیل بزرگ داشته باشین بهتر اینه که 1 میلیون موش داشته باشین. من نمیدونم واقعا این نظرات چجوریه و از کجا از فیلم های تخیلی میاد، چجوریه واقعا. والا ما هر انقلابی رو میبینیم یه میدانی رو میگیرن، فرمانداری رو میگیرن. تو ایران هم همینجور بود، حزب توده اسلحه داشت، مجاهدین اسلحه داشتن، هر فیلمی که از انقلاب از آرشیف که شما نگاه بکنید همه اسلحه دستشونه. دوستان میگن انقلاب گل بود، کدوم انقلاب؟ یه آخوندی از طرف دولت فرانسه حمایت شد، سندیکای بین المللی نفت نشستن ایران رو میخواستن، اینا اسنادش هست. حالا اینی که حرفای من، یعنی خودشون سازمان سیا هر 40 سال یک بار داره میگه آقا کودتا 28 مرداد ما بودیم، ما پول دادیم آیت الله کاشانی که مثلا صداش در نمیاد، مثلا ما پول دادیم به فلانی فلان امام جمعه که مثلا بره بالای منبر. خودشون دارن بعد دوستان این انقلاب بود، کدوم انقلاب؟ کمونیست‌ها از اول ریخته بودن داخل ایران، آمریکا از اول داشت خیانت می‌کرد، یا آخوند هندی هم براش نبوره انداختن به جون مردم، اطلاعاتی هم نبود، مردم هم اون صورت سوادی نداشتن، هی گیر دادن میگن انقلاب نبود، نمیدونم انقلاب بود، نمیدونم فلان. حالا مردم بیچاره شدن، بدبخت شدن، جوان دست گل مردم تو خیابون داره کشته میشه، میگه بریم گل بزنیم. بابا من تو ایران بودم، شما تو ایران بودین، این طرف میگه آ من اگر اینو بکشم میرم بهش، ترش همینه که گناهشو مرجع تقلیدم گردن میگیره. آقا شما تو شکنجهگاه طرف قرآن میذاره زیر بغلش میره تجاوز میکنه، من نمیدونم این حرفا چیه و ملت میزنید. یعنی طرف شرعی میره جنایت میکنه، شرعا میره تجاوز میکنه، شرعا گلوله میزنه، بعد تو میخوای بری به این گل بدی؟ میخوای مثلا بری بهش بگی که خیلی عذر میخوام شما بیا طرف ما؟ خب میگه من طرف امام حسینم.
چجوری طرف امام حسینی مرجع تبلیغ گفته این راهی که تو میری راه امام حسین. این حرفا من نمیدونم واقعا آقا من جنبندی واقعا اینه که اگه واقعا ما نمیتونیم کاری بکنیم خب حرف نزنیم خیلی بهتره. یا علی اگه کار بلدیم بریم ایران بریم ما بریم وسط گل بدیم بدیم مامورا فیلم بگیریم برای بقیه بذاریم. آقا من گل دادم مامورا تسلیم شد. حالا شما یه چه جنایتی دارن تو ایران میکنن؟ چجوری دارن مردم رو ترفر میکنن؟ خیلی ممنون. ممنون از شما. آقای گلزار صحبت داری در این رابطه اگر داری کوتاه. بله بله بله. چون خیلی مهمه. ببینید آقای امین تمام مدت من راجع به خشونت زدایی، راجع به دفاع مشروع، راجع به که چگونه عمل بکنیم، چگونه در انقلابات مختلف عمل میکردن گفتم. یک انقلاب های هر انقلابی یه اسمی میگیره. یک انقلابی که ما داریم اسم گرفته. میگن انقلاب پیروزی برگل بود. نگفتن از روز اول مردم رفتن گل دادن. ردیفش هم گفتم. دومی که ما که اینجا ننشستیم که بگیم برو لنگش کن، که من امکان نداره به یک هموطنی بگم برو اسلحه وردار چه شکلی عمل کن، چون اونها در میدان مبارزه علیه استبداد میدونن باید چه شکلی عمل بکنن، اونها هستن که تشخیص میدن. شما اگر میگید که نه این روشی که من بگم درسته و نباید اینجا نشست رفت ایران، خب اونو شما میتونید انتخاب کنید بگید نه من ایران میرم اونجا عمل میکنم. مثل هزاران نفر الان در شیراز بزرگترین تجمعات در شیراز میشه، نگاه کنه در شیراز چه شکلی عمل میکنن. همشون که احمق نیستن، که من هیچ کدومشون احمق نمیدونم، همه میشینن شبا با هم فکر میکنن، مردم روزا تصمیم میگیرن چه شکلی عمل کنن. اگر تصمیماتشون این شکلی هست درست تصمیم گرفتن. اونها که در منطقه میدونن نیروهای سرکوب چقدر توان دارن، چه شکلی باید شعار بدن، چه شکلی باید عمل کنن. مجموعه شده این عمل کرده که تا به امروز موفقیت داشته، تا به امروز موفقیت داشته و باید خیلی خیلی حساس بود که این موفقیت به عدم موفقیت تبدیل نشه. معلومه که شما الان تو خیابون نمیتونید به کسی بری گل بدی، ولی ایرانی ها کاری کردن در حال حاضر که اون خانم رفته وسط خیابون وای میسه جلوی پلیس میگه بیا به من بزن. دیشب چند فیلم پخش کردن که یه عده به پلیس میگن بزن و هیچ کس نمیزنه. خانم ها میرن علنا به پلیس انتقاد میکنن، میگن تو به چه حق اومدی اینجا تو کشور من، تو خارجی هستی، اگه ایرانی هستی چرا جلوی من اسلحه برمیداری؟ شما میگید نه بی تاثیره، اون خانم باید اسلحه داشت، من مخالف هستم. این دوتا روش مختلفه. فعلا پیروزی با کسانی است که این روش ها رو پیش بردن. بفرمایید. بسیار ممنون از نظرات دوستان، نظرات شما آقای گلزار، از حضورتون ممنونم. چون داری به جلسه بعدی میرسیم، من سریع اینو اعلام کنم که امروز 27 اکتبر 2022 و از ساعت 16 جلسه هماندیشی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی برگزار شد با حضور اعضا و میهمان گرامی. موضوع برنامه حق اعتراض بود، که در واقع موضوع بر این بود که در کدام مقطع از تحول انقلاب هستیم. میهمان برنامه جناب آقای جهانگیر گلزار بودن که از صحبتشون استفاده بردیم و همینطور بنده رضا شایگان مسئول جلسه، خانم زهرا رهایی منشی جلسه، ضبط صدا و ادمین‌ها خانم نرگس مباشریفر، آقای محمد رسول پورتندرست و غزال سادات ابتهی منو تو این جلسه همراهی کردن. ازشون ممنونم. از همه دوستانی که در این جلسه حضور داشتن ممنونم. در ساعت 17:53 خدمت جلسه رو اعلام می‌کنم.